دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. ایران جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت نمای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. فردا 4 آبان به عبارت امشب تولد پادشاه عزیزمون اعلی حضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر بزرگ هستش که وظیفه خودم میدونم از سوی ملت بزرگ ایران، از سوی میهن پرستان، از سوی عاشقان ایران، عاشقان ایران آریایی، عاشقان پهلوی خجستباد بگم زادروز 100 سال تولد خدایگان آریامهر بزرگ را. پیشگاه اعلیحضرت شهبانو فرح پهلوی، مادر ایران زمین، ملکه ایران، ملکه شرق، بانوی عزیز و اعلیحضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، شاهنشاه ایران، پادشاه قانونی کشور
وارث تاج و تخت، تنها امید واقعی ملت ایران، تنها امید باقی مانده در جهان در جهت رسیدن به صلح، آرامش، امنیت. و به خاندان پر افتخار پهلوی خجسته‌وار عرض میکنم و یک بار دیگه در یک چنین روز زیبایی پیوند ناگسستنی که به فرمایش اعلیحضرت شاهنشاه یا ملک در فرمایشاتشون میفرمودن پیوند ناگسستنی شاه و مردم، یک بار دیگه ما سربازان ایران آریایی پیوند ناگسستنی خودمون رو با وارث تاج و تخت، با یادگار آریامهر بزرگ اعلام میکنیم تا رسیدن به پیروزی آریامهر آسوده بخواب. همونطور که پدران ما چه در لباس نظامی چه در لباس غیر نظامی در اون مملکت زحمت کشیدن، در طول سلطنت پر افتخار شما و پدر بزرگوارتون اعلیحضرت رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و انسان‌های شایسته‌ای که سوگند یاد کردن برای پیشرفت ایران، برای حفاظت از تمامیت ارضی کشور و برای اینکه حافظ تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران باشن، ما نوادگان و فرزندان اون پدر بزرگا، اون پدرا، اون مادر بزرگا، اون مادرا سوگند یاد میکنیم که تا رسیدن به اهداف پهلویسم دست از مبارزه برنخواهیم داشت و همینطور که در طول این 40 سال استقامت کردیم، مقاومت کردیم، بهای سنگینی پرداخت کردیم و در برابر توطئه‌های جهانیان ایستادیم، در برابر این همه دسیسه‌های بین‌المللی ایستادیم، همچنان آریامهر بزرگ آسوده به خواب ما همچنان ایستادیم و به عهدی که بستیم وفا کردیم و وفا میکنیم، وفاداریم به اون عهد و پادشاه قانونی کشور وارث تو ابرمرد تاریخ ایران و جهان رو به ایران باز خواهیم گردون، میبریمش ایران و تاج کهنسالترین پادشاهی جهان رو، همون تاجی که رضا شاه بزرگ بر سر نهاد با دست مبارک خودشون و نه با دست بیگانه و نه با دست آخوند و همون تاجی رو که به شما سپردن، همون تخت طاووسی که به شما سپردن و شما اون تاج رو با دست مبارک خودتون بر سر نهادی، اون تاج رو اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم بر سر خواهند نهاد بی‌شک و تردید. ملت بزرگ ایران در طول این 40 سال پشیمان، خسته، خیلی کشته داد، خیلی زجر کشید. صدای خدا اون پدر و پسر رو بیامرزه در کوی و برزن به گوش میرسه. جمله خدا بیامرزتش، خدا بیامرزتش ورد زبان مردم شد. از یه چیزی من خیلی خوشحالم اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر، چون من اعتقاد دارم، این از صمیم قلبم میگم، که شما صدای ما رو میشنوید، مخصوصا صدای فرزندانتون رو، فرزندانی که هیچ نقشی در شورش 57 نداشتن، صدای بچه های خودتون رو، صدای کسانی که به هر حال مثل رضا پهلوی، فرهناز پهلوی، علیرضا پهلوی، لیلا پهلوی عزیز، ما با اونا بزرگ شدیم، تو همون مدرسه ها درس خوندیم، همون کتاب ها رو خوندیم، همون تغذیه رایگان رو خوردیم، همونطوری که شما فرزندانتون رو در کاخ تربیت کردیم، فرزندان ملت ایران رو هم تربیت کردیم و ما خیلی سپاسگزاریم از زحمات و من خیلی خوشحالم از یک جهت ارا از رب که میدونم صدای ما رو میشنوید و اون این هستش که پیش از این که چشم از جهان فرو ببندید و به عبارتی که الان همه دیگه میدونم دعا
دشمنان قسم خورده ایران، همون دشمنانی که شما جلوشون ایستادید، سینه سپر کردید برای حفظ منافع ملی کشورمون، شما رو به قتل رسوندن در قاهره. ولی پیش از اینکه چشم از جهان فرو ببندید، به گوش خودتون شنیدید، با چشمان خودتون دیدید، شاهد بودید، خدا رو شکر شاهد بودید که مردم گفتن ای مرد بر ما، که خواهان مردمون خدای ایران شده. و مردم خیلی زود پشیمان شده. به هر حال تولدتون مبارک اعلیحضرت. چه خاطرات قشنگی از چهارم آوان دوران طلایی آریامهر دارید. همه جا چراغونی بود و همه جا می نوشیدند و می رقصیدند و می خوردند و مردم رو اعلیحضرت با به بهانه های یک چنین روزهایی مثل 4 آوان، 9 آوان، تولد اعلیحضرت، شب یلدا، نوروز، چهارشنبه سوری و جشن های مختلف، اعلیحضرت سعی می کردند که مردم رو به خنده، به شادی وادارند. و این بساط گریه، این بساط غم، این بساط شیون و زاری رو از مردم بگیرن، موسیقی شاد مردم گوش کنن و همیشه مردم رو، لبای مردم رو به اصطلاح خنده رو لبوشون باشه. و خود آریامهر همیشه با خنده، با اون تبسم زیبایی که داشتن با ملت ایران، با ملتشون گفتگو میکرد. من امشب از این فرصت بسیار عالی استفاده میکنم و میخوام فقط راجع به اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر صحبت کنم. میخوام با شما همیانان عزیز حرفایی که سالهاست با خودم تو خلوت خودم، پشت ماشین، سر کار، تو خیابون، تو خرید، تو راه پیمایی، تو قدم زدن، هر جا که هستم یه فرصتی هست که بتونم برم تو اعماق افکار خودم و با خودم حرف بزنم، با خودم درد دل بکنم، حساب و کتاب این دوران رفته رو با خودم بکنم، نه حساب و کتاب مالی رو که چرا این عمر آمد و به این تلخی گذشت، عمری که میتونست در کنار پدر و مادر، در کنار خانواده، در کنار دوستان، با بچه های محل، پیش دایی، عمو، خاله، عمه، مامان بزرگ، بابا بزرگ، تو سینماهای قشنگ، تو کاباره‌های قشنگ، توی مدارس، تو دانشگاه‌ها، تو محل کار، و مثل همه انسان‌ها ما هم روش کنیم تو مملکتمون، یک مسیر طبیعی رو طی کنیم و به مانند همه انسان‌هایی که در کشورهای نرمال دارن زندگی می‌کنن، دولت‌های مردمی دارن، به هر حال دولت‌هایی دارن که به فکر مردمشون هستن، چرا ما نتونستیم اینطوری زندگی کنیم؟ و هزاران سوالی که بیشک و تردید نه فقط در ذهن پر از مشغله من، در افکار من بلوله، بلکه در ذهن میلیون ها ایرانی در درون و برون از مرزهای کشور این پرسش مهم تو ذهنهای ما هست. چرا؟ چرا اینطوری شد؟ چه کم داشتیم؟ چه شد که اینگونه شد؟ و چرا این کابوس وحشتناک نجات پیدا نمی کنیم ازش؟ از باقی مانده میان پرستان خواهش میکنم طبق معمول زنگ بزنید به جناب سیاوش گرامی و عرض کنم لطف محبت بکنید و همیاری برسونید به سنگر ایران آریایی، تنها سنگر باقی مانده که با عزت و احترام از خاندان پر افتخار پهلوی سینه سپر کرده و دفاع میکنه. هیچ چیزی بالاتر از این نیست برای یک ایرانی، هیچ افتخاری، هیچ سرمایه‌ای، هیچ ثروتی بالاتر از این نیست برای همه ایرانیان در سراسر جهان که از رضا شاه بزرگ، از آریامهر بزرگ، از پهلوی حمایت بکنن. هیچ افتخاری بالاتر از این نیست. و آفرین به ملت ایران که با همه مشکلاتی که دارن
این افتخار رو داریم هممون که در طول 40 سال به جهان فهموندیم یا پهلوی یا هیچی، یا پهلوی یا ادامه وضع کنونی. راه دومی وجود نداره. ادامه وضع کنونی هم میدونید که به کجا میرسه. ترسیم فراموش نکنیم که امروز یا امشب زادروز تولد شاهدوغ اشرف پهلوی هم هست، خواهر دوقلوی اعلیحضرت، که وظیفه‌مونه از ایشون هم نام ببریم، روانشون شاد، روان هر دو شاد، که شاهدوغ اشرف پهلوی این بانوی مقتدر دوران پهلوی دوم زحمات بسیار بسیار زیادی کشیدن. متاسفم که در زمانی که در ایران بودم قدر زحماتشون رو یک بخشی از جامعه ندونست و نفهمیدم، به عبارتی اجازه بهشون داده نشد که بفهمن. بانویی که از حقوق زنان ایران همه جا دفاع کرد و آثاری از خودشونشون به جا گذاشتن در کشور ما که هنوز باعث افتخار ایران و ایرانیه. روانشون شاد، شاهدوغ اشرف پهلوی، بانوی زیبارو و یک بانوی بسیار بسیار مقتدر، یک مدیر واقعا مقتدر که همیشه مورد دشنام مصدقی های ایران بر باده و به ویژه مصدقی ها، به ویژه مصدقی های ایران بر باده و توده های همیشه خواهان قرار گرفت، ولی هیچ کدومشون نتونستن تاریخ رو به نفع خودشون بنویسن و تاریخ قضاوت خودش رو در مورد خاندان پر افتخار پهلوی، در مورد زنده یادان رضا شاه بزرگ، آریامهر بزرگ، شاهدوغ اشرف پهلوی، مادر اعلیحضرت، همسر رضا شاه بزرگ و سایر عزیزانی که از خاندان پر افتخار پهلوی بودن و زحمت کشیدن برای اون کشور در هر زمینه ای، و یه عده‌ای هم که باقی موندن، ما از همه اونا هم سپاسگزاریم. از اولیاعظم شهبانو فرح پهلوی که هنوز آثاری که از خودشون در ایران به جا گذاشتن نشون میده که این بانوی بزرگوار چه خدمات ارزنده و چه خدمات شایانی برای ایران و ایرانی کشید. حضور شما عرض کنم که امشب اجازه بدید به حالت لرده‌دل این بچه ها خیلی برای من می‌نویسن که آقای احمدی توی اینستاگرام، توی تلگرام، توی فیسبوک میان مثلا این اتهامات رو میزنن، مثلا شاه ثابت دار، شاه نمی‌دونم قانون کاپیتالیسم امضا کرد. چون الان می‌دونید دیگه همه به صورت علنی، یه موقعی بود ساتور رو از پشت بسته بودن، طرف رو که عجبه نگاه میکردیم دیگه ای مهندس مهدی بازرگان چه قیافه خودی به خودش گرفته، در حالی که اینا دشمنانی بودن که اسلحه رو از پشت بسته بودن. اما الان شاگرد پادوهای عاشق مهدی بازرگان، نمیخوام تو این روز زیبا اسامی عراض اوبا شدیه بگم، ولی خب نمیشه با تاریخ رو گفت. اگرم بخوام تاریخ رو بگیم نمیتونیم از کنار نام این شیادان بگذاریم. داروش فروهر، چماخکش مصدقی، زن سوگلیش، پروانه اسکندری، به خودش میگه پروانه فروهر، کریم سنجابی و سایر اراذل اوباش که همشون میگفتن ما جبهه ملی هستیم. 18 نفر عضو حزب ملت بودن، من گفت حزب ملت داروش فروهر. 18 19 نفر 20 نفر بودن تو خونه داروش فروهر جمع میشن تریاد میکشیدن. عاشق مهدی بازرگان شیخ بود، فقط کراوات به خودش آویزون میکرد، عاشق بود. آخرم رفت کلاس قرآن باز کرد. من میکرد دادم بعض خمینی برن کلاس قرآن باز کنه. بیشو در زمان شد چرا دیگه همه جاسوسی کردی، خب میرفتی گفتی آقای حبیب من کلاس قرآن میخوام، یه آپارتمان بهت میدم اون بروش کلاس قرآن باز کنه. یدالله صحابی، عزت الله صحابی، دو شایگان و خیلی هاشون که بعضیشون هم به غلط کردن افتادن، مشتارو بعد مرگ سهراب. و این جماعت تروریست، آدمکش، مزدوران بیگانه، همشون نوکر انگلیس بودن، افتخار نوکری انگلیس رو داشتن.
در یک فضای باز سیاسی مجموعاً دست به دست هم دیگه دادن تا از تمام فرصت‌های طلایی که رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ درست کرده بودن برای جامعه اینا سوء استفاده بکنه و سوء استفاده هم کرد. بعد بچه از من میپرسن که آقا اینا میان یه همچین سوالایی از ما میکنن اینا، که من امشب به بعضی از این پرسش ها به شما عزیزان گفتم حالا من که پاسخ بدیم درد دل میکنیم و گفتگو میکنیم. یه چهار تا لینک هم حاضر آماده کردم که در حین صحبت هایی که با شما عزیزان دارم اینا رو نشون بدیم واسه مدرک، چون نمیشه همطوری بیم بشینیم مثل حالا تا دوشنبه بیم به خدمت اسم البعزاز برسم، حالا نمیخوام میشم اسم ارازل اوباش و لگه فروش دوزده بیم دیشب میشستم فحاشی میکنم دروغ میگن و حسنی ندارم بزنم تو دک و پوزشون، چون دیگه جایی براشون نذاشتن بچه های میانفر هست. دو تا جرسومه فساد اخلاقی و مالی خیلی کثیف هم واقعا. کثیف‌تر از مصدقی و توده‌ای در جهان نیست. نیست. واقعا نیست. حضور شما عرض کنم روزی که شاهنشاه آریامهر بزرگ ابرمرد تاریخ ایران و جهان به مقام پادشاهی رسیدم، تاریخ نمیخوام بگم ها، میخوام بگه یه جوری دیگه شاه رو نگاه کنیم میشم، اون 37 سال رو به یه شکل دیگه نگاه کن. در ضمن از همه شما همیانان عزیز، خانم و آقایون داخل و خارج، به ویژه بچه ها از داخل کشور، ازتون خواهش میکنم فردا شب در برنامه صدای شما که تلفن میزنید به سنگر ایران آریایی، حتما 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 مثل اون بار که لطف کردی زنگ زدی که جناب وطنخواه برنامه رو عرض کنم اجرا میکرده، حالا نمیدونم البته فردا شب ایشون خودشون اجرا کنن یا نه، ولی به هر حال فردا شب حتما حتما از سراسر جهان زنگ بزنی بر عرض یک دقیقه، ضمن اینکه تبریک میگید به مناسبت زادروز آریامهر بزرگ، واقعا سپاسگزاری کنید از زحماتش. اینا به گوش جهان میرسه، باور کنید همش ضبط میشه، خیال نکنید دارم هر تو پلان میگم، من میدونم دارم بهتون چی میگم. بعضی از برنامه ها که ویژه هست اینا ضبط میشه، بعد اینا میشینن درصد میگیرن، مثلا در عرض یک ساعت، به طور مثال عرض میکنم در عرض یک ساعت 50 نفر زنگ زدن از سراسر جهان، هر کدومشون مثلا یه دقیقه بیشتر حرف نزدن، نه اینا مثلا نیم ساعت حرف بزنن، بعد اینو میان تقسیم بندیش میکنن، جمع و کمش میکنن و اینا، هم میگن که مثلا این یه همچین درصدی، مثلا پس 80% الان پشت پهلویه، مثال دارم میگم. این هستش که فردا من از همتون این توقع رو دارم به عنوان یک سرباز که از داخل و از خارج از کشور، به ویژه از داخل کشور زنگ بزنید و ضمن اینکه تبریک میگید این تشکر بکنید از پهلوی. صدای ما رو میشنوه، آریامهر صدای ما رو میشنوه، باور کنید صدای ما رو میشنوه. من میدونم که روح بزرگ آریامهر تا همین الان هم سایه آریامهره که یه لقمه نون روی سفره همه ما هست، چون مرد بزرگی بود، انسان دلسوزی بود، شاه خیلی مهربان بود، متاسفم که خیلی مهربان بود، ای کاش اینقدر مهربان نبود، چون اگه اینقدر مهربان باشی نمیتونی شاه بشی، نمیتونی رهبر بشی، ولی رهبر بود و خیلی مهربان بود. وقتی ایشون به شهریور 1320 عرض کنم در اون شرایط بسیار بسیار خطرناک، یک کشور اشغال شده، پدر رو به زور تبعید کردن، گفتن یا میکشیم یا باید بریم ایران، و به دروغ میگن ایرانی ها از آلمانی ها حمایت میکنن، ما چه حمایتی میتونیم از آلمان بکنیم، تازه رضا شاه اومده بود یه ارتشی درست کرده بود فقط بتونه از پس راهزنا بر بیاد، ما ارتشی نداشتیم مثل ژاپن که بره گریبان آمریکا رو بگیره و بیا بگه ما جزو متحدین آلمانی آلمان نازی،
یا مثل ایتالیا با اون ارتشش که رفت تو صحرای لیبی، رفت تو شمال آفریقا و گریبان انگلیسی رو گرفت و جنگی در کنار آدولف هیتلر. ما ارتش نداشتیم، ما خیلی میتونستیم همت بکنیم تمامیت ارضی کشور خودمون رو حفظ بکنیم در حد خیلی معمولی. و این راهزنا رو، یعنی اساسا ارتش رضا شاهی اومده بود که راهزنا رو حفظ کنن از بین ببره و جاده ها رو امن بکنیم. ما ارتشی نداشتیم، دو تا هواپیما و چهار تا کشتی و یه پنج شش تا توپ و اینا هم که تهیه شده بود با بدبختی. اون معناش این نبود که مثلا ما با هیتلر تلگراف بزنیم بگیم که آه آدولف آقا بله ما هم با تو متحده، مثلا خندهش میگیره اون یارو تو بلی. پدر رو تبعید کردن، ارتش هم که مزمحل شده و متلاشی شده، دو مرتبه هرج و مرج آغاز شده و مردم به قحطی افتادن، گرسنگی، تمام انبارا رو انگلیسی‌ها و روس‌ها گرفتن، گندم ها و جو و ذرت و هر چی داشتیم که شکم سربازاشون سیر کنن، از هند و از نمی‌دونم کانادا و از روسیه و از سراسر دنیا اینا ارتش سلطنتی انگلیس و ارتش سرخ اومده کشور گرفته. دو مرتبه شد این جریان قجرها، جنوب شد مال انگلیس‌ها، شمال شد مال روس‌ها. تازه این دفعه به مراتب خیلی وحشی‌تر و خطرناکتر. چرا؟ چون این دفعه اومدن یه چیزی هم چسبوندن به پیشونمون که یعنی تو با هیتلر رفاقت کردی، یعنی شمشیر بر علیه لندن و مسکو رو کشیدی. آخه لعنت به پدر مادر آدم دروغو. ما رو چه به هیتلر، دو تا عکسش هم گذاشته بودن توی سفارت آلمان در تهران. این بدان معنا ما رفیق شدیم. فقط هدف رضا شاه این بود که از طریق مهندسین سوئدی آلمانی بتوانه ایران رو بسازه. بدون تعارف بگم آلمانی ها نه اون موقع هنوزش هم جزوی کشورهایی هستن که تو ساخت و ساز، چون واقعا حمالن تو این کارا، هم حمالن هم متخصص هم. من باشون دارم کار میکنم میبینم دیگه کاراشون 99.99 نیست، کاراشون 100%. یعنی یه کاری اگه 100% نماشه نمی کنن اینا. خب یعنی بهتر بود که با آلمانی بری قرار داد ببندی برسه پول بزنه صد بزنه و هر کاری که قرار بود بشه جاده سازی بشه بشه. یعنی یه بهانه شد که این کار به اینجا کش. حالتا انسانشو بکنی یه جوانی 22 ساله بدون هیچ تجربه یه چهار تا سفر با پدر کرده، با قطار، با اسب، این ور اون سری زدن برسن جنوب، به شمال، به چهار تا پادگان، ولی در نهایت تجربه سیاسی نداری. این مرد بزرگوار، این جوان نازنین محمد رضا پهلوی ولیعهد، اعلیحضرت ولایت عهد، با فکر خودش، یعنی با اون نبوغ خودش، چون ذاتاً شاه خیلی انسان با استعدادی بود. اساساً رضا شاه، محمد رضا شاه پهلوی جزو نوادر تاریخ بودن، خیلی نبوغ زیادی داشتن و خیلی واقعاً استثنایی بودن. مثل رضا پهلوی، رضا پهلوی یه شخصیت خیلی استثنائیه. بعد مثلا این بعد من فروش دوست خیلی میکنم مثلا رضا پهلوی هم قده اینه. بعد وقتی شروع نباشه اینه یه جمع بر ازا بدیم. مثلا اسمان بعضی از بیشور اونی که رضا پهلوی سوسیال دموکرات. بعد تو اونه تو نمیگویم ما نمیدونست سوسیال اصلا رضا پهلوی جمهوری خواه مثلا هرچی تو میگه همون نیزی که جنسش خیلی خوبه تو دستان جنس تو همون جنساش قاطی داره. حضور شما عرض کنم که به این ترتیب رضا، محمد رضا پهلوی ولیعهد که پدر رو در آغوش میگیره و با اون شرایط پدر کشور رو ترک میکنه، مملکت به هم ریخته هرج و مرج. سربازای روس و انگلیس تو پایتخت دولت شاهنشاهی ایران پایتخت رو نصف کردن، واسه خودشون مهمونی میدن، میخورن و سورچرانی میکنن و مملکت ریخته به هم. اشغال شده دیگه، یک کشور اشغال شده رو چطوری تصورش میکنید؟ همونطوری بود. و حضور شما عرض کنم دولتین روس و انگلیس میگن آقا یه دفعه خیال نکنیم میتونی به شاه بشی. شاه هم بدون توجه به اخطارهای اینا شوخی نیست، آمد زبون ساده است. یعنی همونطور که تو کاخت خوابیدی خیلی راحت 4-5 سرباز روس و انگلیس میان بالا سرت میبندنت به رگبا. کی میخواست جواب بده؟ به همین سادگی که بهت میگه تو کاخ مرمر خوابیدی
چهار پنج تا سرباز کی دم کاخ داشته محافظت می‌کرد؟ 5 6 تا 10 تا سرباز در اجدار بودن دیگه، نه 20 تا نه 100 تا. و تانک می‌اومدن می‌زدن می‌اومدن تو شهر می‌رسن به رگبار مسلسل تام شد به همین سرا. و این جوان ببینید که میگن شاه ترسو بود، این آدم ترسو تو اون سه موسا در برابر استالین و چرچیل سینه سپر میکنه، میشینه تو ماشین با محمد علی خان فروغی زندگی ها، میره به طرف مجلس شورای ملی اول یه زور که خوابی پیدا کردیم، چون مردم دیگه بودن تمام شد دیگه، اشغال شد کشور تمام شد. از شهریور 1320 این مرد مورد غضب روس و انگلیس قرار میگیره و یکی از اتهاماتی که مصدقی های ایران بر باده، چون ایران رو مصدقی ها به باد دادن، اینو اشتباه نکنید که آخوندها ایران رو به باد دادن، خیر، اگه شاگرد پادوهای مصدق همینه که جلی بوگونه به ماها فراشی میکنن، به ما رسمن فوشهای رکیک میدن، منطقه های مراتب علمی میدن، فقط اونایی که شعور دارن میفهمن اینا دارن چه نوع فوشهایی به ما میدن که بعد من میام و پاسخشون رو میدن. بعد سرطن طلبای دیگه خجالتی هن، بعد میرن زیر پتو، ولی من نمیرم زیر پتو، من میام میزنم تو فوز یابوی خراسان، چون مصدقیه و میدونه که ایران آریایی پرونده رو میکنه و علی مصدق همه برنامه‌های ایران آریایی میشینه نگاه میکنه، همه برنامه‌اش رو نگاه میکنه و شروع میکنه هر دفعه من مصدق میزنم من فحاشی میکنه، فحاش خیلی زشتی هم میده اون تو خوب لگن فروش دوز خودش جرأت نمیکنه، جیگرش نداره، مرد نیست، چون اگه مرد بود کسی این لچه که کرم فروش نمیده که کسی واسه کرم بفروشه بساز جوجور کنه. شاید پادوهاشو تو دنیای مجازی مثل این پسر دوزده از آلمان جوجه تیغیه، مثل اون رفقاشو مثل دنیای مجازی هم واردن دو کارهای کامپیوتری فحاشی میکنن و بخصهای بچه های ما میکشن به جاهای دیگه، مسیر رو عوض میکن و یه عده تنه لشن گرشته جلی دو دوی که شما هم فوش کنید، شما بزنید که من ادای آدم با تربیت رو در بیارم، در حالی که ذاتا مشخص ما ایرانی هستیم، ما با یه نگاه هم دیگر میشناسیم، چون ملت تیزی هستیم، مشخصه که کجا تربیت شده، کسی رو که میخواد بشناسی از رفیقاش بشناس، شما هر کسی خواستی بشناسی ببین اون آدم با کیا در ارتباطه، بعد متوجه میشی این کیه. شطور و وزن پرت و پلا نمیگن، چون اینا نون حلال نخوردن، شیر حلال نخوردن، باور کنید نخورد، هر کس به پهلوی توهین میکنه به شرافت بشری نه شیر حلال خورده نه نون حلال خورده، به شرافت به روح مادر و پدرم در این روز زیبا سوگند، چون من پدر مادرم نون و پنیر نیستم من سوگندشون بخورم، میخوام حرفم رو باور کنید، میدونم آدم نباید قسم بخوره ولی متاسفانه فرهنگ ایرانی خیلی دیگه ضربه خورده، یه جوری من باید این حس رو شما بدم، هر کس بر علیه پهلوی قیام کرد، انقلاب کرد، شورش رو انداخت، جنگ مسلحانه کرد و هنوز داره فحاشی میکنه، مثلا هنوز، چون یه موقع آقا ما نمیدونستیم ما رو ببخش، مثل یه آقایی بود یه شب به من اینجا 50 دلار کمک کرد به نام محمود پشیمان اگر اشتباه نکنم، آقا من پشیمانم، من این کارو کردم پشیمان، خب این آدمایی بودن که خب بنده خدا نمیدونستن، جوگیر شد، ولی الان دیگه نمیتونی بگی من نمیدونم، من نمیدونم پهلوی چه خدماتی کرده، هر کس پس از شورش 57 همچنان به رضا شاه بزرگ میگه چکمه پوش و مستبد قلدر که بود، قلدر بود واقعا بودمش هم گرد، باید قلدر میبود، و هر کس به محمد رضا شاه پهلوی بگه کودتاچی ممکن انگلیسا دست نشانده نمیدونم فلان ساواک داشت شکنجه میداد بیرم بود پول نفت و خورد داد ارتش همین مزخرفاتی که همیشه گفتن و آتش زدن به کشور به شرافت هم سوگن نه شیر حلال خورده نه نون حلال خورده دیگه جمله سومش رو نمیتونم بگم با آلمانیش رو میشه ولی ولش کنید میدونی یعنی چی یعنی نداره دیگه پدر مادر نداره ولی راحت بهتون بگم
نداره واقعا. 100% لقمه حرام خور. باید حرام خور باشی که همچنان بیه بشینی و بگی استبداد رضا شاهی. باید حرام خور باشی. باید نوکر باشی. خیلی ازت باید پرونده و مدرک داشته باشن که اگر به جز اونا بیه حرف بزنی اسناد و مدارکی تو رو کنن. مثل علی ساربون که یه ذره اومد دوم به جمعونه سکسچتش رو کردن و خفقون گرفت. اون لندنیه. بذار بفرمایید که از جناب آقای مهندس سیاوش گرامی خواهش کنم شماره یک رو پخش بکنم همه ما با هم ببینیم، بعد بیایم به کارمون ادامه بدیم. زمینه که خواهش میکنم زنگ بزنن باقی مانده میان پرستان به سنگر ایران آریایی. جناب مهندس لطف بفرمایید لینک شماره یک رو ممنونتون میشم. که زمامداران واقعی ایران از زمان اشغال مجدد کشور یعنی سفرهای روس و انگلیس مسلماً بیشتر به فکر رفاه و جان سربازان خود بودند تا دوام و بقای حکومت ایران. بدین منظور به فکر افتادند که شاید یک حکومت جمهوری لرزان در ایران برایشان دردسر کمتری تا یک حکومت سلطنتی ایجاد کند. پس ولایت‌عهد باید هر چه زودتر به فکر مستحکم کردن پایه‌های سلطنتش باشد. و برخلاف نظر متفقین محمد رضا پهلوی چند روز بعد از کنارگیری پدرش از مقام سلطنت در برابر مجلس این سوگند ادا می کند و مقام سلطنت را می پذیرد. به واقع که این فعل و انفعالات سیاسی در زمان خود به کودتایی می مانست. تهران در سال 1943. تهران محل اولین کنفرانس سران دول روس، آمریکا و بریتانیای کبیر است. کنفرانسی که سرنوشت ساز جنگ و دنیای پس از آن می‌باشد. در این زمان سران متفقین چندان توجهی به آینده کشور میزبانشان نمی‌کردند. این کنفرانس همزمان با نبرد سالینگراد در تهران برپا شد و به این ترتیب چرچیل به نمایندگی از طرف کشور انگلستان، روزولت از جانب آمریکا و استالین از دولت روسیه در ایران حضور یافتند. چرچیل در طی اقامتش در تهران سال روز تولدش را جشن می‌گیرد و سربازان انگلیسی به جهت این بزرگداشت برای نخست وزیرشان هورا می‌کشند و به او صنایع دستی ایرانی هدیه می‌کنند. هدایایی از یک کشور اشغال شده. محمد رضا شاه به ملاقات چرچیل، روزولت و استالین می رود. شاه با برخورداری از یک سیاست ماهرانه موفق می گردد که این سه رهبر بزرگ را به شناسایی حق حاکمیت تمامی ارضی و استقلال ایران متقاعد کند و اینان را مجبور می کند که موارد فوق را تضمین کنند و محترم بدارند. در این ایام دولت آمریکا گروهی متشکل از 30,000 تکنسیان نظامی به ایران می‌فرستد. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش. خب این لحظه ای هستش که محمد رضا شاه پهلوی شده شاه و این شرایط کشور و این تاریخه. اینو نه من می‌نویسم که طرفدارشم، نه یه مش بیشرف می نویسن که دشمنشم و نه یه مش انسانی که منتقدشم. چون اونی که منتقده خب انتقاد رو دیگه نمیتونی یه آدو غلط میکنی انتقاد میکنی منتقد. بقید حرف ما اینه که انتقاد اگر داری بیاید و بشینیم گفتگو کنیم. چون متاسفانه زبانتان زبان فحاشیست و با پدر سوخت بازی میخواید حرفاتون رو به کرسی بنشونی و با کمال تأسف چون میان پرستان همیشه محدود بودن و بهشون اجازه حرف داده نشده، یه عده میان با همون ادبیات بی ادبانه شما با شما برخورد میکنن. بعد چون شما تمام امکانات دستتونه میگین سلطنت طلبای فحاش، در حالی که جمهوری خواهان فحاش هم داریم، خیلی هم داریم، خودتونم میدونید خیلی داریم. ولی اینطوری نمیشه برخورد کرد. اگر گفتگو بشه باید گفتگو دو طرفه باشه. منم میتونم زبونم رو برگردونم
چون ما سر سفره بزرگ شدیم، سر سفره پدر مادر، اما شما نبودیم، بابامون آخوند باشه و عکس مصدق تو خونمون باشه. منم میتونم به شما بگم جناب آقای ایکس شما منتقدی، من با این قسمت از فرمایشات شما مخالفم، در حضور ملت ایران میشینیم گفتگو میکنیم، یا شما من قانع میکنی که شاه وابسته بود و با کمک انگلیس و امریکا به قدرت رسید، یا من شما رو قانع میکنم با اسناد و مدارک اون زمان تیغلی شاه که نیست، که الازرد با کمک ملت ایران و عده باقی مانده میهن پرستان به قدرت رسیدن و ایشان تنها رهبری بودن در جهان طبق تمام اسناد و مدارک که در برابر قدرت های بزرگ به ویژه کارتلها و تراس های نفتی ایستاد. نه آقا اینطور نیست، شما رو قانع کنید، منتها شما تمام امکانات صوتی و تصویری و حزب دموکرات آمریکا در درون آمریکا بهتون داده، انگلیس هم پشتیبانی میکنه از یه عده‌ای در لندن، تمام امکانات رو بهتون داده، همه تون پخش کرده تو تمام تلویزیون‌ها، تلویزیون‌هایی با اون همه امکانات، با اون کوالیته، با اون کیفیت، و یه جماعتی نزدیک به 2,000-3,000 نفر کارگر و کارمند که فقط شخصی که قراره بیاد مام ارزشای پهلوی رو بکوبه فقط دوش میگیره، ریششو میزنه، لباسشو میپوشه، اون جمع دوربین میشینه، همه چی رو واسش حاضر هم میگن، 5 تا سکرتر فقط داره، یکی این مخصوص اینه که امشب چه لباسی بپوشه، یکی مخصوص اینه که امشب مدل موهاتو چجوری بکن، یکی مخصوص اینه که لینکاشو براش درست کنه، تمام این کارا رو من خودم باید بکنم، ما خودمون باید بکنیم. خب به علاوه اینکه ما 10,000-15,000 دلار میری تو حسابشون، بعد ما تازه بعد 6 صبح هم سر کار با همین شرایط دممون گم جلوتون وایسادیم. میدونی چرا؟ نمیدونی؟ من بهتون میگم چرا. به شما فحاشا و شما جمهوری خواهان و کسانی که به شماها میکروفون میدن، به خاطر اینکه ما یه چیزی داریم که شماها نداریم، ما شرف داریم، ما حیثیت داریم، ما با آبرو زندگی کردیم، شما نده، دست خودتون هم نیست، چون شرف رو نمیتونی بیدید همه بقالی بگی که مثلا من آقا نیم کیلو شرف بده، نیم کیلو حیثیت به من بده، نیم کیلو مثلا 250 گرم انسانیت به من بده، این باید تو ذاتت باشه که تو ذات شما ها نیست، اگر بود به جای مبارزه سیاسی کار سیاسی نمیشد. شاهنشاه آریامهر بزرگ به این شکل سلطنت میرسه، این لحظات نخست. جناب مهندس یواش لطف بفرمایید شماره 2 رو. شاهنشاه آریامهر، این شماره 2 رو که الان جناب یواش لطف میکنم پخش خواهم کرد، شاهنشاه آریامهر وقتی که ناامید میشه از کمک بیگانگان، یعنی به عبارت کمک امریکا، چون روس و انگلیس که اشغالگر بوده، دست کمک به سمت امریکا دراز میکنه، کمک امریکا رو بهش کمک نمیشه و ناامید میشه و کشور تحت اشغاله و پیشوری و غازی محمد دارن کردستان و آذربایجان رو جدا میکنن و حتی اجازه نمیدن به اون باقی مانده ارتش که بره و آذربایجان و کردستان رو نجات بده، تنها کاری که واسش باقی مونه دست به دامن ملل جهان باشه، در حالی که خود علازاده هم میدونستن با بودن امریکا و روس و انگلیس و این شرایط تو سازمان ملل تازه درست شده بوده، با این شرایط تازه من اگه برم تو سازمان ملل کارم به جایی نمیرسه، ولی دیگه چاره برام باقی نمونده. چرا اینو عرض میکنم؟ میخوام اینو بگم که وقتی میگم شاه، این قسمت اولش که شاه دست نشانده انگلیس و آمریکا بود که دیدید این آقای دست نشانده از ملت، به وجدان خودتون رجوع کن. خب اونا که وجدان ندارن، شما هم که از من سوال میکنید به عقل خودتون، میدونم آدم با وجدانی هستی، مقصودا اینکه به عقل خودتون رجوع کنید که میخوان جواب اینا رو بدین، این یه مدرکش. مدرک دوم میگه شاه خیانت کرد، شاه خائن. خب ما الان به شما میخوایم نشون بدیم این مرد اگر خائن بوده رفته تو سازمان ملل و ببینید به چه شکل داره به ملل جهان، نمیخوام بگم التماس میکنه، ولی ببینید چگونه داره میگه که به ما رحم کنید، به ما هم آدمی، ما هم میخوایم روپامون بلند شیم. حالا خودتون گوش کنید. جناب مهندس تمنا میکنم از حضورت. جلسه شکوایه سازمان ملل متحد رسمی است. Gentlemen, His Imperial Majesty Mohammed Reza Shah Pahlavi, شاهنشاه of Iran. Messieurs, آقایان، Majesty اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه ایران. Shah, in Shah de l'Iran.
I accept your greeting in behalf of the nation which I represent. Not one of the largest countries in the world. It is true. J'accepte votre salut au nom de la nation. من به نمایندگی از طرف کشورم سلام گرم شما را میپذیرم. از طرف کشوری که مسلماً یکی از بزرگترین کشورهای جهان نمیباشد، ولی همواره در طی تاریخ با قدمت خود واقف بر اصل احترام به افکار بشریت بوده است. به واسطه وجود مجمعی چون مجمع ملل متحد، همگی کشورها از بزرگ و کوچک تا قوی و ضعیف باید به طور یکسان از برابری برخوردار باشند. با عدم صلح، کشورهای کوچک برای پیشرفت در جهت نیل به صلح و حقانیت اجتماعی کامیاب نمی کردن. با دستیابی به صلح هر گونه ترقی میسر است. برای ایران صلح یک مورد واهی نیست و ما با کامیابی از آن طالبیم کمال ترقی را بنماییم. C'est pourquoi. به این دلیل به خواست کشور کوچکم از شما میخواهم که ما را مایوس ننمایید. امکان آینده سازی را به ما بدهید. صلح را وثیقه ما بسازید و به ما اختیار آزاد و خودمختار بودن را اعطا کنید تا ما هم بتوانیم دین خود را به پیشرفت تمدن ادا نماییم. تمامی ممالک در چارچوب ملیت و آداب و رسوم خود از بزرگترین تا کوچکترین باید برای برقراری صلح با یکدیگر رقابت کنند و سپس بدین ترتیب بشریت میتواند در جهانی غرق در خوشی و نعمت و حیات خود ادامه دهد. L'humanité soulagée de sa peur pourra vivre dans un monde plus clair et plus heureux. سخنان شاه در جهت دوستیابی در جامعه بین المللی آنچنان که باید و شاید انعکاس وسیعی پیدا نکرد و آمریکا نیز دست کمک آنچنانی به سمت ایران دراز ننمود و بدین ترتیب کشور ایران ماند و مشکلاتش. سپاس از شما جناب مهندس داشی. خب ملاحظه فرمودی پس ایشون دست نشانده نبود. این از این مورد. دیگه هم وقتی میان بهتون میگن بحث نکنی، چون یه عده‌ای مأموریت دارن مثل این تلویزیون، اینا مأموریت دارن. بازم تکرار میکنم بدون استثناء از مدیرانشون تو کارمندانشون همشون وابستن. اینا یه جای کارشون لنگه که مجبورن بیان بشینن فحاشی کنن. یه جای کار لنگه. محال کسی نرمال باشه پاشو رو حق بذاره. محال. اما میریم سر قسمت دومش که این شاه وابسته چون وابسته بوده خیانت کرده. من خیلی خوشحال میشم از اینکه یک نفر بیاد یک دونه سند رو بکنه در طی 37 سال یه سند خیانت شاه رو نشون بده. خیانت چیز ساده ای نیست. شاه اشتباه کرده یک بحث دیگری است، شاه خیانت کرده یک بحث دیگری است. بله شاه اشتباه کرد. یک رهبر رو در دنیا به من نشون بدی، اسم یک نفر رو، فقط یک نفر محض نمونه از بعد پیدایش دولت در جهان. یعنی گفتن آقا از این لحظه اینجا بهش میگن مثلا دولت هخامنشیان، دولت روم، دولت امپراتوری مثلا روم، امپراتوری مثلا یونان، دولت تشکیل شد. یه نفر اون بالا نشست گفت من فرمانده رهبرم. ببین به من بگید تا امروز کی اشتباه نکرده؟ هر سه پیامبری هم که تو همون خاورمیانه آمدن، موسی و عیسی و محمد، هر سه اشتباه کردن. خودشون هم گفتن ما هم آدمیم، اشتباه فقط مال خداست، خدا فقط اشتباه نمیکنه. بخوایم دینیشو بگیم، بشر جایز الخطا است، انسان باید اشتباه بکنه. اگر اشتباه نکنیم شما ده دفعه یه کاری رو میکنی تا بار 11 یاد بگیری در همه زمین ها بران. اما محمد رضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ چیکار میکنه؟ میگه اینطوری نمیشه، من کشور رو باید بسازم، این ملت چشم امیدش به من. با چی میخواد بسازه؟ تنها سلاحی که داره نفت. خوشبختانه دنیا وقتی که جنگ جهانی تموم میشه و ایران همچنان در اشغال و چه مسائلی پیش میاد، اون جریان 21 آذر رو که با چه بدبختی آذربایجان
مقایله به پایان میرسه و آذربایجان و کردستان برمیگرد و پیشوری فرار میکنه و قاضی محمد به درک واصل میشه و چه اینا رو داشته باشید، یه 7-8 سالی همینطوری مفت و مسلم میگذره. یعنی هنوز شاه هیچ کاری به اون شکل نکرده، ولی با همه شرایط موفق شده چند تا کارخونه بزنه، جاده سازی بکنه، با تمام گرفتاری هایی که واسش میتراشن ترورش میکنن و عرض کنم که شانس میاری نمیمیره، کاغذو میذارن جلوش میگن که باید بنویسی آذربایجان رفت، که ایشون میفرمایند اگر بندن و انگشتان دستم رو قطع کنید سند جدایی آذربایجان امضا نمیکنم. اوچه مملکت میاد و خوشبختانه چون جنگ تموم شده بوده دنیا در حال ساخت و ساز بوده، دنیا یعنی اروپا، چون کشور اروپایی در و داغون شدن و بعد حالا تبدیل شده به تقسیم بندی های غنایم جنگی. شوروی میگه من 20 میلیون کشته دادم، من مال میخوام، یکی باید اینجا رو بسازه، آدم هم دیگه نیستم، 20 میلیون مرد و زن هم کشته شده. اروپا میگه منم در و داغون شدم، آلمانی وسط مونده، تکلیف مشخص نیست، امریکا وارد معرکه شده، تازه ژاپن میخواد داشته باشه تو خاورمیانه. چرا؟ به دلیل اینکه میگه الان من اومدم کمکتون کردم که ایده رفته، حالا نوبت بخور بخور منه. و به عنوان یک نیروی جدید استعماری، نیروی جدید امپریالیستی، نیروی جدید استثماری، نیروی جدید حتی میخواد اسمشو بذار، چون به هر حال نیومده تو خاورمیانه که به ما گل بلبل بده، اون اومده اونم میگه من میخوام بخورم دیگه. اینجا میگن نفت هست، منم هستم دیگه، پس چرا شما 200 سال دارید میخورید؟ انگلیس 200 سال چنگ انداخته روی خاورمیانه، از گندم و نمیدونم چوب و طلا و صدف و مروارید و بعد شد نفت و هم تو داری میبری، خب بس من چی؟ ببین کنار، نوبت منه. یک قدرت نو بنیادی، یک قدرت جدیدی به نام ایالات متحده امریکا اومده تو کشورهای عربی. وضعیت خاورمیانه به دلیل خروج تقریبا بخشی از انگلیس از خاورمیانه که بره کشور خودشو بسازه، بعد حواسش به مستعمرات دیگریش مثل هندو به روزالیک باشه، خاورمیانه به هم ریخته. یعنی اون ثباتی که یه مقداری اون ثباتی که در خاورمیانه بود اونم دیگه نیست، خبری ازش نیست و چه. حالا اونا به کنار میریم سر کشور خودمون، کشور ما به هر حال دولتین روس و انگلیس ایران ما رو ترک میکنن، بیشک و تردید فشار امریکا هم بوده، چون ما تاریخو نمیتونیم ماسمالی کنیم. فشار امریکا هم میاره به روسا که آقا خوش کردی برو بیرون. و حالا کشور افتاد دست محمد رضا شاه پهلوی، یه پادشاهی که یه کشور اشغال شده رو حالا تحویلش دادن، در و داغون شده، اون چیزی هم که پدر ساخته زدن نصف اون تیر و تخفیه هم که اون خدا بیامرز ساخته در و داغون کردن، حالا میخواد این کشور بسازه. خب انگلیس ولت نمیکنه، روسیه ولت نمیکنه، عمال خودشون گشتن تو ایران. یکی از این دو تا از این عمال کیان؟ که مال روسا، توده‌ای ها که به خودشون میگودن حزب، در که اینا حزب اینقدر نگید، حزب سازمان توده. این سازمان توده در ایران جاپای خودشون نگه میداره، میره چیکار میکنه؟ تو ارتش نفوذ میکنه، چون موقع کاگبه افراد خودش رو تو ارتش میفرستاد، هنوز نرسیدن به اون مرحله که برن تو جامعه هنری و ورزشی و تو جوامع دانشگاهی و اینا از کار نفوذ کنن، میره تو ارتش نفوذ میکنه برای روز مبادا که کودتا رو بکنه، مثل کاری که توی سوریه و توی عراق کردن. این از روسا. انگلیسا عوامل خودشون در ایران میذارن، یکی از این عوامل که محمد مصدق السلطنه، یکی از تخم ترکه های توفاله های قجر که از روز نخست با خاندان پهلوی سر ستیز داره و میخواست، چون دیگه میدونه جریان سلطنت قاجار از بین رفته، با کمک انگلیس ها میخواد یک جمهوری در ایران پیاده بکنه. حالا مصدق زورش به رضا شاه نمیرسه، رضا شاه آدم گردن کلوب و دو تا پس گردنی و تیپا پرتش مهم میره کاشمر. با آمدن محمد رضا شاه، که شاه به خاطری که یه عفو عمومی بده، خیلی انسان مهربونی بود، یه آشتی ملی بده، همه دوباره جمع بشن، هر اختلافی هم با پدر من داشتید بذارید کنار، بی مملکت رو بسازیم، از اون روی خوب خودش استفاده میکنه. یه عده مثل همین مصدق السلطنه خائن خبیث کودتاچی رو برمیگردونه، میگه آقا بیم پست و مقام هم میخوایم بیم داشته باشی، که میگن تنها دوره شاد که سلطنت نکرد، نمیدونم حکومت نکرد، چیز بود، دموکراسی بود، اون دوره بود، این بوده. حالا خوب گوش کنید این مزخرفاتی که میگن اینا، فقط میان یه بیت شعر رو میگن، بیت بعدی رو نمیگن، شعر که یه بیت نداره، که شما فقط نمیتونی بگی که مثلا بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم،
خب بس بقیه چی شو از اون کوچه رفت چی بعد چی شو تو کوچه چه خبر بود؟ ماچبازی بود؟ تاریخ بود؟ تو اون کوچه یه خبر بود تو گذاشتی دیگه چه خبر بود تو کوچه؟ اینا فقط اون میگه از اون کوچه گذاشتم خب بعدش چی شو؟ اینا بعدش رو بهتون نمیگن چرا نمیگن؟ چون اینا اینقدر ماموران حرفه‌ای هستن مثل اسمال بزازه بیشرف اینقدر اینا حرفه‌ای هستن که میدونن ملت ایران اهل مطالعه نیست، نه فقط ملت ایران، آلمانی هم نیستن اهل مطالعه نیستن. آدمی هم که اهل مطالعه نباشه وقتی میشینه یه جایی ادعی دارن برای مثل که یه نفر میره اون بالا سخنرانی میکنه 500 نفر آدم میشینن گوش میکنن، خب آدمه یه چیزی داره که اون بالا سخنرانی میکنه، یه بقیه هم چیز داشتن که اونا میگفتن بالا حرف میزدن بعد بقیه فقط دارن گوش میکنن اون بالا، حالا این داره چی میگه بماند، مخصوصا امروز روز. نه اگر یک در هزار یه نفر اون پایین باشه در سطح اون آقا باشه میگه مثلا آقا اینجا رو چیز دادی یا خراب کردی، ولی خب کم یه نفر تو اون جمعیت. بنابراین حضور شما عرض کنم که شاهنشاه آریامهر اینا رو برمیداره میاره میگه آقا بیان این مملکت مال شما بیان بساز، منم هر کمکی دستم برداد میکنم. خودش حالا داره چیکار میکنه؟ اولین کاری که میکنه بنا به تجربه شهریور 1320 میگه من اول ارتش رو درست کنم. چرا؟ چون اگه امنیت نداشته باشم کاری نمیتونم بکنم. اول امنیت لازمه. شروع میکنه به ساختن ارتش. ارتش چجوری باید بسازی؟ پول میخواد. و پول کجاست؟ تو جیبم که پول نیست. باید یه چیزی بفروشم صاحب پول بشم که بخرم. اسلحه بخرم. تنها منبع درآمد ما چیه؟ یه 4 تا گونی برنج و یه 5 تا نمیدونم ماهی سفید و 20 تا قطع فرش، اینا نمیشه پول. اینا تو یه ذره میتونیم مثلا دو تا خیار گوجه بخریم مردم تو یه قسمتی از مردم رو سیر کنی، چون هنوز ملت وابستگی شدید به نان داره. این ملت هنوز خیلی مشکلات هست، هیچی نداره ایران. مثل که شما وارد یه ساختمون شدی لخت و فتی این ساختمون، یه ساختمون 9-0 کیلومتر به تحویل دادن، خب باید کجا باید زندگی کنی؟ خب این ساختمون وسیله میخواد، شما باید وسیله بریزی تو این ساختمون که زندگی کنی دیگه. یه همچین شرایطی رو دادن به محمد رضا شاه پهلوی خود بیامرز. چیکار میکنه؟ اولین کاری که میکنه میره به سمت نفت. مشتری میخواد نفت. خب من نفت رو استخراج کردم. یک، چگونه استخراجش کنم؟ متخصص میخواد دیگه، چیز که نیست. چاه وسط کوفه که نیست. سر جواب بکشیم بیرون. اون نفت رو میخواد بکشیم بیرون. این تخصص میخواد. علم میخواد. دانش میخواد. کی داره علم و دانش رو؟ کجا ملت ایران علم و دانش داره؟ ملتی که هنوز سواد نداره، نزدیک به 85 تا 90% بی سواده، یعنی نمیتونه بنویسه اسم من مثلا حسنه. خب بعد این نفت چجوری قابل کشی بیرون؟ احتیاج متخصص است. متخصص کیه؟ باید برید دنبال کشورهای صنعتی. کشورهای صنعتی هم در به داغون شدن تو اروپا. تنها کشوری که میمونه امریکا. عقل سالم میگه برو طرف امریکا، طرف روسیه و انگلیس که نمیتونی بری، که چون دشمن قسم خورده دادن چاهو باشن زیر شارعه، باید بری طرف امریکا هم که عاشق چشم و ابرود نیست، که بگه خواهش میکنم قربون شما، اصلا من منتظر بودم تو بشی شاه، من بیاد نوکرت دارو بکنم، میاد اونجا میگه باشا خود چیه جریان؟ آقا ما نفت داریم، اصلا هم میخوایم و فلان و اینا و گفتگو بود و سه با سفر و اینور و غیره و زالک. آقا باشه ما این نفت رو کمک میکنیم بکشیمش وسط بیرون، اما ما پول میخوایم دیگه، پس همطوری مجانی که نمیشه که برو درسته. قراردادهایی که بسته میشه بیشک و تردید این قراردادها به نفع ایران نیست. چرا نیست؟ به دلیل اینکه یارو اومده اونجا چاه واسط زده، وسیله واسط آورده، متخصص آورده، مهندس آورده. ما تنها چیزی که از خودمون داشتیم به جز نفت کارگر داشتیم، ما چیز دیگه نداشتیم که. خب اون کسی که اومده یه همچین سرمایه گذاری کرده، مثل که یه نفر بیاد تو ایران کارخونه بزنه بعد بگه آقا تو رئیس کارخونه زدی، سرمایه آوردی، کارخونه زدی، حالا دیگه برو، تو حق بهره‌برداری نداری. ای بابا من اومدم کارگزارم که صاحب پول بشم. خب بنابراین دومین اتهامو به شاه میزنه، شاه میره نفت ایرانو میده به چیز، میده به امریکا. انگلیس که وقتی میبینه ای داد بیداد، منی که الان کشورم هم در بداغون شده وابستگی شدید به نفت دارم، البته عراقو داشت انگلیس، ولی اون طمع ایرانو داره. یکی از دلایلی که طمع ایران داره مسئله تاریخیه که حالا یه شب اینو براتون من میگم اصلا عقده اصلی انگلیس‌ها با ایرانی‌ها برای چیه؟ برای مسئله تاریخیه. ما ملت ایران اساسا انسان‌ها دنبال تاریخ جغرافی نمیرن. همه میخوان دکتر مهندس بشن، یه تابلو بزنن دم یه بقالی چقالی که پول در بیارن. نمیگم دکتر مهندسی بده، ولی تاریخ جغرافی بسیار مهمه. یک رشته بسیار مهمه، مثل فلسفه، مثل منطق.
مثل روانشناسی ما میگیم آقا به یه روانشناس مراجعه کنم، من روانی هم. نه آقا جون روانی نیستی، بعضی موقع انسان احتیاج داره، اونم اون روانشناس هم یک پزشکه مثل دندون پزشک. بگذاریم حضور شما عرض کنم که انگلیس ها میگن ایداد بیداد، نفت رو از دست دادیم. ایران رو که از دست دادیم هیچی، با پس گردن بیرون کردن هیچی، نفت رو از دست دادیم. البته هنوز تو خلیج فارس هستن ها، اون جریان بحرین بحرین بحرین، انگلیس هنوز اونجاست ها. زو مصدق رو علم میکنم، به مصدق میگن که برو چیز کن، برو مشتوانی کن. مصدق هم میاد یابو برش میداره، ضد پهلوی هست، تخم ترکه قجر هست، ایران هم میخواد جمهوری بکنه، پشتش هم امپراتوری انگلیس خوابیده. اولین کاری که میکنه فحش به انگلیس میده، مثل همینه که میان جلو دور میشینن، اولین کاری که میکنه چهار تا فحش به جمهوری اسلامی میدن، در حالی که پول از زیر میز جمهوری اسلامی بهش میگه آقا مثل روح لازم بود، تو به ما فحش بده، به اسلام فحش بده، آمد نیوز بساز، رفتم نیوز بساز، ماچ بکن نیوز، تو هر کاری میکنی بکن، تو فقط این کاری که دستوری که من بهت میدم انجام بده. دستور به روح لازم چی بوده؟ زدن فقط شخص رضا پهلوی. نه رضا پهلوی نه، این شخصیتی نیست، آدم چیزی نیست، رضا پهلوی رو بکنیش یه آدم یه اپوزیسیونی که یه چهار تا طرفدار داره. تو این وظیفته، تو بعد مثل اون نادان میمون بسیجی که تو سوئد بود، این دو نفر فقط اومده بودن که از رضا پهلوی یه چیزی بسازن که مثلا ملاحظه میکنی؟ اون دیگه نمیخوام لغتاشو بگم، بعد یه 7 8 تا مثلا رضا احمدی و ایکس و ایگرگ هم طرفدارش، اینا نشسته یه جابجایی جابجایی میکنن. اپوزیسیون چیز دیگه ایه، اینا هم که میشن جلوی این دوربینا هدفشون همینه، چهار تا فحش به جمهوری اسلامی میدن، تو رو جذبت میکنن، تو رو که جذب میکنن از زیر پوستی رضا پهلوی رو میزنن. رفتم خونش تخمه درست که ندادم بخورم. خب این به سادگی ما به لودگی میگیم میخندیم، این توش خیلی حرف خوابیده، بعد ظریف بین باشه، بعد دقت داشته باشه. من همیشه میگم هیچ انسان با شرفی عیب پدر مادرشو نمیره تو خیابون بگه. من اگر پدرم روانشون شاد الکلی بود، معتاد بود، من نمیتونم برم به رفیقم بگم با من تریاکی ها، پدرمه ولو تریاکی باشه، پدرمه، نمیتونم بگم با من قمار بازی، که من باید تازه پدر مادرمو در بین مردم بزرگترشون بکنم، احترامشون رو بگیرم، حتی خودم ازشون شاکی باشم. شما اینا یه چیزایی که تربیتایی که تو خونه پدر مادر یاد میده. برای همینه من میگم باید ببینی کی از روی چه سفره‌ای بلند شده. شما تو روی سفره میتونی زهرمار بذاری، میتونی چیز دیگه بذاری و میتونی نون پنیر بذاری. نه حضور شما عرض کنم مثل همین ناجوان مردی که خیال میکنه خیلی مثلا خبرنگاره، بعد ما باهولی. حضور شما عرض کنم که خیلی دردا اینقدر از این ور اون ور میاد، میگم بعضی موقع میگم شب آخره بگو برو معلومی تا دوشنبه چی بشه. مصدق میاد و اولین کاری که میکنه چهار تا فحش به انگلیس میده. این مبارزه ضد استعمار، مبارزه ضد انگلیس. انگلیس هم شروع میکنه پاچه اینو گرفتن، وای 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 تودی تودی تودی، از این چرت و پرتا و الکی الکی کافه به هم میخوره. چی میشه؟ آمریکا میگه اوی 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 من در نهایت انگلیس رفیقمه، همزبونمه، آقای محمد رضا شاه خیلی شرمنده هستم، اختلاف تو با اون یارو حل بکن بعد با ما معامله کن. تو هنو نه به داره نه به باره، اومده میگه 50-50 بود، یا همه چی یا هیچی. آبا چی؟ خدا به شما رفتم و کار به دعوا میکشه. دو سال آزگار مملکتی که هنوز نه به داره نه به باره، بالای 90% بی سوادی، هنوز شکم مردم گرسنه است، هنوز رخت و لباس تو تن مردم نیست، هنوز مدرسه ای نیست، دانشگاهی نیست، هیچی نیست. و این کشور منتظره یه تلنگری که بریزه پایین. یعنی خیال نکنید با رفتن پیشوری و قاضی محمد و شیخ خزعل تموم شد، نه، اینقدر انگلیس خوابونده در بین عشایر ایران، در کوکلی و بویر احمد، در خوزستان، در ایلام، در کرمانشاهان، در چهارمحال بختیاری، در بلوچستان، اینقدر آدم خوابونده که با یه تلنگ بعد اصلا هم ریخته دو مملکت زیر تمام اون درختای نمیدونم انجیر و درخت نمیدونم خرمال و خرمالو و پر اسلحه است. یه سری هم اینا تو این قبیله هاشون این چیه اینا که کوچ میکنن، این کت خدا هاشون میگن چی میگن، رئیس کاروان هاشون، اینا هم همه وابستن، پول و طلا هم ریختن بهشون دادن و اینا. آقا بله هر موقع بهت گفتیم یه 2-3 هزار تا تفنگچی رو حاضر آماده کن، مثلا از طرف کازرون بفرست به طرف شیراز بزن، بزن تیراندازی کن تو شیراز.
ملاحظه فرمودی که اینا بوده، اینا هست تو تاریخ ما، که خدا رو شکر یکی دو تا فیلم هم اینطوری فیلم سینمایی ساخته شد، منتها خیلی زود از کنارش گذشتن که اسپانسرها گفتن بس دیگه زیاد شلوغش نکن، فقط رقص و آواز نشون بده. مثلا تو فیلم خداحافظ تهران آدرس هم بهتون بدم که گیج نشید، تو فیلم خداحافظ تهران اثر خیلی قشنگی بود، یه نمونه بهتون نشون دادم، به رحمت کنه ساموئل خان. و یکی دو تا فیلم اینطوری دیگه هم آوردن تو سینما، مثل قرار در اصفهان، هر دورم بهروز وثوقی بازی کرد، نشون دادم که جریان چیه، ولی تموم شد جریان. حضور شما عرض کنم که بنابراین یه درگیری به وجود اومد. این درگیری که به وجود اومد، مملکت ما از در اون دو سال به اندازه 20 سال دوباره عقب افتاد، چون در مسائل سیاسی و اقتصادی شما اگر تکون نخوری، همین که میگی تکون نخوردم، همین من میگم اگر ایران بخواد بعد از جمهوری اشغالگر اسلامی، ما باید اول هفتهمون بشیم مثل اروپا، یا دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. چرا؟ خیلی ساده است، دنیا، ما با دنیا شنبه و یک شنبه که اینا تعطیلن و خودمونم پنج شنبه جمعه تعطیلیم، آقا ما چهار روز با دنیا در ارتباط نیستیم، ما با دنیا فقط روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه در ارتباطیم، سه روز. میدونید اینو حساب کتاب بکنید در عرض روز، هفته، ماه، سال، میدونید سر به چند صد میلیارد ضرر اقتصادی میزنه؟ آقا جمعه عید محمده، مردی که من دارم راجبه یک کشور صحبت میکنم، تو رضی یقی یار رو گرفتی که تو خواهد یکی اومده به رازن گفته اقرا به اسم رب که بیا بخوام ماجمت بدم. من زنه نه، من دارم راجبه اقتصاد جهانی صحبت میکنم، من دارم راجبه شکم گرسنه یه ملت صحبت میکنم، یه ملتی که شما به روز انداختنش با دین کسی. محمد رضا شاه پهلوی چیکار میکنه؟ با هر بدبختی هست با این مصدق کنار میاد. آقا جون نکن لجاجت، نکن چرا اینقدر لج میکنی؟ آخه چرا داری مزخرف میگی؟ مردی که بیشو، یا همه چی یا هیچی، چرا داری بس بلا میگی؟ با چی یا همه چی؟ عجیب، با چهار تا بیل و کلن بیشتر نداریم، چرا داری بس بلا میگی؟ ماموره، هر مامور هر مزه، هی من بیام اینجا شب تا صبح بگم لگن فروش دوز ماموره، ماموره، میره اینا رو هم داره میره فوش میده، و من بیم دهی دهن خودم خسته کن و چقدر بگم آقا ماموره دیگه چی؟ بابا ماموره، با تو مختون نمیره نره، حرف من میمونه. بعد اون موقعی که متوجه شدیم که ای داده میداد، کاش که مثلا بهش گوش کرده بودیم. برا سایره این نبقید این بیشعوره احمق. حضور شما عرض کنم به این ترتیب اون جریان به وجود میاد و شاه میگه آقا او مملکت به هم ریخت. و شاه دقیقا اینو میدونسته. چی رو میدونسته؟ رویاروی ارتش شاهنشاهی با مردم ایران. ارتش بیاد به خاطر که اختشاشاتو به خوابونه وایس جلو مردم، مردمم کی بودن؟ توده ای ها، پیرن سفید ها، دیدید این فیلم های سیاه سفید، اونا توده ای هم که طرفدار شاه رو با مشت و لگد میزنن، مصدقی ها میان پشت سر اینا و طبق معمول ملت ناآگاه هم از اینا حمایت میکنن، درود بر کارگران، زحمت کشان کارگران، نمیدونم کیسه کشان، متحد بشین، شمالمون رو خوب دیدید پدرش چقدر مستبد بودید، چقدر پدر دیکتاتور بود، تمام طلاها و جواهرات رو دزدید بود، ملت، تمام ملت های جهان هم عاشق شایعن. اصلا تو میخوای معروف بشی؟ مثل خواننده ها بودن زمان شاه، الان هم اینطوره، میخوان معروف بشن یه چهار تا شایعه عشقی و ناموسی و اعتیاد و سیاسی بودن میزن دنبال خودشون، اسمشون مثل نقل و نبات تو دهن مردم، یا سیاسی ها شنیدن معتادم شده، اینطوری معروف بشی دیگه، در همه قشری هست، مثل یعنی بچه قرتی هستش میگه من خوانندم تو لس آنجلس، آره رفت از اون فوتبالیسته، همه وقت میگه به خدمت اینا میرسم دوشنبه، دارم سرتیتر حرفامو میگم که حواس ما به همه جا هست. حضور شما عرض کنم به این ترتیب شاه میره بیرون از کشور و اون جریان به وجود میاد و خدا رحمت بکنه تیمسار زاهدی رو، از الله زاهدی، روحشون شاد، روانشون شاد، به اتفاق باقی مانده ارتشی که مزمل شده مملکت رو به دست میگیرن و چه عرضت برمیکرد. شما حالا خودتونو بذارید جای محمد رضا شاه پهلوی. من محمد رضا شاه پهلوی الان 1028م امرداد 1332 اسم بنده محمد رضا شاه پهلوی، برگشتم از خارج، از ایتالیا برگشتم اومدم ایران با یک تجربه شهریور 1320 تا 1332. آیا من میتونم همچنان دموکرات بمونم که بیام بگم تو رو خدا جبهه ملی حسن آقا حسین آقا بچه بین دورم جمع شیم مملکت بسازیم؟ میشه مگه نکردم؟
مگه نه بردم تو؟ مگه تبعید نه بردم تو؟ مگه امکانات به تو ندادم؟ مگه نگفتم برو نخست وزیر شد؟ مگه نرفتی هرچی لات و لوت جمع کردی به عنوان افراد کابینت آوردی؟ تمام همونایی که در سال 57 این بلا رو بر سر ملت ایران آوردن جزو کابینه مصدق السلطنه خائن بودن. بجز یکیشون خدا رحمتش کنه من اعتبار کلامو از دست نمیدم، دکتر صدیقی، خدا بیامرزتش، مرد با شرفی بود. مخالف شاه بودم، آدم با شرفی بود. آدم بعدو بگه بعد خوبه بگه خوب، انسان با شرفی بود، خدا رحمتش کنه. موضوع محمودی؟ خب من الان بیام دوباره مملکتو بدم به دست دموکراسی؟ با همه این اوصاف علازاد وقتی برگشتن این مرکز رو می‌خواستن اعدامش کنن، آقا جون من نمی‌خوام تو حکومتم هیچ نقص وزیر اعدام بشه، اعدام در کار نیست، تعویضش کنیم بیشعور بره تا من بهش یاد بدم مملکت داری یعنی چی. اون 4-5 نفرم که مزخرف گفتن همشون مثلا 6 ماه به این زندان، چه زندان، هتل بود. خود داریوش چیز فروها خودش گفت تمام کل زندان شاه به اندازه یک ساعت بازجویی در جمهوری اسلامی بود. خود گور به گور شدهش گفت مرکه دریاکی. به این ترتیب شاهنشاه شروع میکنه کشور رو ساختن. از 1332 شروع میکنه ساختن، میاد تا 1341. انگلیس ها اونا هم خود درگیرن، کشور در بود آغون شده بود، انگلیس در بود آغون شده بود. بعد انگلیس حالا میخواد تو دنیا مجددا بیاد بشه دوباره همون آقاهه، همون شیره باشه تو این، میخواد دوباره همون چراغ اروپا باشه، اون بالا وایسه همه رو نگاه کنه. تو آلمان بخور بخوره، تو فرانسه الان به هم ریخته، من باید فرانسه تحت کنترل داشته باشم، الان وضعیت تو اسپانیا به هم ریخته، وضعیت ایتالیا چی، اون سرش گرمه، خدا رو شکر سرش گرمه. و شاه از این فرصت طلای استفاده میکنه، خودش رو بیشتر به امریکایی‌ها نزدیک میکنه. امریکایی‌ها میدونن آدم خوبیه، حرفای بدی نمیزنه، نه جنگ طلبه و نه تیپش مثل این عربا میمونه و خیلی هم شیک و خیلی هم با کلاس و خیلی جنتلمن و خیلی از جنس خودمونه، این خیلی آدم با کلاسی، خیلی شیکی، اصلا به درد اون منطقه نمیخوره. تو اون منطقه چی کار میکنه؟ میان میشینن و باهاش وارد مذاکره میشن. شاه بلافاصله از این به خاطر نبوغ ذاتیش از این فرصت استفاده میکنه، چیکار میکنه؟ سلاح میخره. تا میتونه سلاح میخره. این یکی از اون اتهاماتی که به شاه میزنن، چون تاریخ ما نمیدونیم. چرا سلاح میخره؟ چون میدونه ارتش قوی یعنی اقتصاد قوی، ارتش قوی یعنی امنیت. امنیت که داشته باشی یعنی تو دنیا توریست با میشه میاد، این خودش پول میاره تو ایران. یعنی حالا نفتمو میتونم بفروشم قیمت خودم بگم، یعنی حالا میتونم صاحب کارخونه بشم، یعنی دیگه نمیان برام چریک درست کنن، فدایان اسلام درست کنن، نخست وزیرمو ترور کنن، اونجا بمب‌گذاری کنن، تیر به دماغ خودم بزنن، نمیدونم بچه‌هام بخوام بدوزن، زنام بخوام بدوزن. من بعد امنیت میخوام. این امنیت شامل چیه؟ یه نیروی زمینی، یه نیروی هوایی، یه نیروی دریایی، به علاوه یه سابق، یه سازمان امنیت میخوام. تو اینو میخواد، تو اگه امنیت نشه چه جوری زندگی بکنی؟ که تو هر کشوری، تو هر جزیره ای، تو هر قبیله ای. 1341 انگلیس وقتی که از جبهه نامقدس ضد ملی ایران بر باده ها ناامید میشه، چرا ناامید میشه؟ چون بین اونها تفرقه افتاده بوده، یه سری آدمایشون هم میرن به هم دیگه میشینن تو این جلساتشون، میگن بابا حالا شاه داره خوب داره خدمت هم میکنه، ما میخواستیم شاه چیکار کنه؟ ما میخواستیم شاه خدمت بکنه به کشور. از نظر ما شاه خدمت نمیکرده، آدم بدی بوده. خب این آدم بد، آدم خوبی شده دیگه، دیگه ما چرا میخوایم سنگ بندازیم جلو پاش؟ یه عده‌شون جذب دولت میشن، یعنی میرن تو کابینه اسدالله علم، میرن تو کابینه و کابینه نخست وزیرای مختلفی که تا قبل از 1331 1341 اینا میشن نخست وزیر تو ایران، همکاری میکنن با شاه. هیچ وقت بهشون نگفت آقا یادت میاد تو مثلا رفیق مصدق بود، اصلا بدون خب همکاری کنیم، ما میخوایم با هم همکاری کنیم، کشور بسازیم. تو ایرانی نیستی، اصلا تو مخالف من. حرفی که نگاه کن رضا پهلوی میزنه، میگه آقا من با شما پدرکشتگی ندارم، اگه شما با من پدرکشتگی دارید مشکل شماست. من میگم اصلا بابا آقا من به چه زبونی بگم؟ من دنبال شاهی و حکومت و سلطنت نیستم، من فقط میگم ایران آزاد بشه. وقتی ایران آزاد شد اون موقع ملت ایران باید نقش منو تعیین کنه. اگر ملت یه نقش خاصی رو، یعنی به عبارتی ملت خواست من بشم شاه، خیلی خوب ما هستیم میام در خدمتتون. اگر ملت نخواست نخواست، من وظیفه ای رو که شما به من منتقل کردید و از من توقع دارید، من وظیفه‌مو تا اینجای خط باهاتون اومدم، من تا دقیقه 90 باهاتونم. ایرانتون آزاد شو، مردم از زیر جمهوری اسلامی اومدیم بیرون، تموم شو. آره حالا تکلیف منو روشن کنی. دارم من میگم من دنبال هیچ پست و مقام، من برای پست و مقام فتوای آدمکشی نمیدم، چون نه پدر بزرگم این کار کرد، نه پدرم این کار کرد، نه خودم. من که رضا احمدی نیستم، من اسمم رضا پهلوی، اسمم تو تاریخ میمونه. فردا بگن رضا پهلوی اومد ایران 6 میلیون کشته جوخه ادام، من نمیخوام این کارو بکنم. دیانم دارم بهتون میگم عفو عمومی میدم، نه اهل آدم کشی هم نه اهل
نمیدونم انتقام گیری هم تو سر پاسدارا رو ببر، سر بسیجی ها رو ببر، سر آخوندا رو اصلا ببر، من مسجد منفجر کن اون آتیش بزن اصلا ببر. اگه خیال میکنی من اون آدمم، دمپر من یکی نیار، دارم بهتون میگم من شاه مستبد. حتی خود ایشون میگه آقا من مثل پدر و پدر بزرگم نمیتونم باشم. چرا؟ بخواد که اونا در عصر خودشون اونطوری بودن، هر کسی برای خودش یه فرمول زندگی داره، من نمیتونم مثل پدرم باشم. پدر من آدم خوبی بوده، من افتخار میکنم که پدر پسر محمد رضا شاه هستم، این دلیل شکی نیست، ولی راه پدر من تو این شرایط نمیتونم برم، چون اگه پدر من هم همین الان زنده بود الان جای رضا پهلوی رو با محمد رضا پهلوی عوض کن. اگر محمد رضا پهلوی ولیعهدی بوده که الان شده مثلا رضا شاه دوم، دقیقاً محمد رضا پهلوی هم همین حرفو میزده که من راه پدرمو نمیتونم برم. مگر محمد رضا شاه پهلوی راه رضا شاه رو رفت؟ فلسفه حکومت یه داستان دیگری است. فلسفه حکومت پهلوی چی بوده؟ ترقی، سعادت، پیشرفت، تمدن و رسیدن به تمام اون آرمان‌های ملی. این فلسفه‌ای که تو سر پهلوی‌ها هست، اما برای رسیدن به اون خواسته‌ها راه‌ها با هم فرق می‌کنه. رضا شاه یه موقعی میزد با کشیده تو دک و پوزت، میگفت من بهت خوش می‌کنم پدر سوخته، بلند شو از پای منقل. محمد رضا شاه نمیاد اینطوری با حرف بزنه، به شکل دیگه بهت میفهمون که بلند شو از بالای منقل. و رضا پهلوی هم با خودشو میره. انگلیس ها چی کار میکنن؟ میبینن از جبهه نامقدس ضد ملی فعلا ناامید شدن، اینو بسته بندی میکنن میذارن کنار، میرن پیش آخوندا. آخوندایی که همیشه تو دست انگلیس ها بودن، از که از زمان صفویه که اوجش میرسه به دوران مشروطیت، که از دلش کثافتی به اسم مدرس اومده بوده بیرون، و بعد خمینی رو داشتن، و بعد آیت الله کاشانی رو داشتن، قبلش بهبهانی و طباطبایی رو داشتن، بعد لابلاشون بروجردی و شریعت مداری و نمیدونم آخوند رضا. نه، اونا آخوندهای خوب بودن، هیچ آخوندی خوب نیست، تمام آخوندهای عمام سیاسفید نوکر انگلیس هست. یک بخش کوچیکشون که خودشون وارد جریان آخوندیسم کردن، اونا نوکرهای کاگبن، مثل خمینی، مثل یارمرک علی شیره‌ای، اون موسوی خمینی ها، این یه بخش خیلی کوچیکشونه. ولی در نهایت آخوندها مولد اصلیشون مادر آخوندها انگلیسه. کسی که آخوند رو متولد کرده انگلیسه. شکی توی ماجرا نکنید. هر کس به موضوع شک کنه به عقل خود شک کنه. من ندیدی خمینی مدام میگفت همش میگن روحانیت، اینها همیشه دنبال اسلام بودن، دنبال انگلیس بودن، انگلیس خودش جاسوسه. مخصوصا میگفت که موضوع رو چیز کنه، که موضوع ماسمالی کنه، در حالی که آخوندها 100% عوامل انگلیسن. چون هر جا که بوی گند مذهب میاد پشتش لندن خوابیده، هندوستان، پاکستان، افغانستان. از این نمونه بالا، از این نمونه دیگه نزدیکتر دیگه میبینید دیگه. پشت جریان هند کی بود؟ انگلیس. پشت جریان محمد علی جناح کی علم کرد بر علیه گاندی؟ کی اومد خط کشید گفت اینجا رو بهش میگن پاکستان؟ انگلیس ها. انگلیس پشت. اساسا محمد علی جناح در دورانی که گاندی داشت بر علیه استعمار انگلیس میجنگید، تو اون گروه، تو گروه لعل نهر و غیر و ذلک، محمد علی جناح اونجا چه نقشی رو بازی میکرد؟ نقش سخنگوی انگلیس در اونجا، که خود گاندی هم بهش اشاره کرد، خودش گفت آقای جناح خواهش میکنم شما به دام استعمار نیفتید. این جمله شه تو بمبئی بهش گفته. من خودم که در نمیارم که. افغانستان کی پشت جریان افغانستانه؟ ظاهرشاه رو چرا از بین بردن؟ چون ظاهرشاه اومده بود آرام 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 مسئله اسلام تو افغانستان حل بکنه، بعد میکرد این کارو، شکی نکنید. هدفش اصلا همین بود. چرا این جنگولک بازی رو در آوردن؟ که اسلام نابود نشه توی منطقه. چرا دست از سر جمهوری اسلامی بر نمیدارن؟ به خاطر اینکه اگه جمهوری اسلامی بره اسلام رفته. الان اعرابو نگاه کنید شما. به شرافت هم سوگن خواهید دیدین حرفی که بهتون زدم. پس از سقوط جمهوری اسلامی، نخستین کشوری که روشو برگردونه از اسلام عراقه. دومیش عربستان سعودیه، سومیش سوریه است، چهارمیش یمنه، پنجمیش اماراته، ششمیش کویته، هفتمیش قطره، هشتمیش بحرینه، نهمیش عمانه. حالا شاید شماراشون عوض بشه، ولی اینا هست. کل منطقه از اسلام میره. عربستان واسه تون کنسرت گذاشته، مهد اسلام کنسرت براتون گذاشته. دبی، ابوظبی، کشور تأسیس شده دولت انگلیس، امارات عربی، بشکن و بالا بنداز رو انداختن، قمارخونه و عرق فروشی و دروغ میگن اونا دیگه. شده هنگ کنگ که منطقه شده بانکوک خلیج فارس. کویت سالهاست پشتشو کرده به اسلام. اون ظاهر رو نگاه نکنی. عراق، همین جوانای نگونبخت عراق که بلند شدن دارن تظاهرات میکنن، کل حرف عراق چیه؟ عراق همیشه دنبال سکولاریسم بوده، دنبال جدای دین از دولت بوده. یکی از اهداف صدام حسین چی بود؟ جدای دین
از حزب بعث عراق مجبور بود اون لا اله الا الله محمد رسول الله رو برده بزنه اون یارو واسه اون پرچم شمشیر و قمه و ستاره و قیافه مذهبی بده به خودشو رنگ سبز و تبلیغ کنه. مجبور بود چون باید اون بخش شیعه جنوب عراق خرشون میکرد، سوار اونها باید میشد. خیلی راحت بهتون بگم. حالا بریم تو ایران. 1341 شاه میبینه که آها به اوضاع مسلط شده، ارتش هست و به هر حال اوضاع مسلطه، مشخصه که مسلطه، کارخونه ها رو زد و ملت سرشون گرمه. الان هر کی دیگه صبح از خواب بلند میشه، کارگر، کشاورز، دانشجو، دانش آموز، کارمند، همه سرشون گرمه، همه میدونن یک شغلی دارن دیگه، نمیدونم خونه دم حیات بشنن بشن شیره بکشن. یه وضعیتی درست شده، دکتر و دوایی هست اینا، چهار تا اسفالت اومده، یه ذره جاده ها درست شده، چهار پنج تا سدی زده شده، 18 تا کارخونه زده شده، بنادر درست شده، یه دستی کشیدیم رو سر روی مملکت، اسم شده ایران و برخورد رفت آمدی میشه و امریکایی ها میان ایران، سوئیسی ها میان، ما یه چهار تا سفر میکنیم این برون برا دیگه به چشم این جزامی ها بهمون نگاه نمی کنن، اصلا ایرانی هم سوار هواپیمای مملکت خودشون میشن، 7-8 تا هواپیمای خارجوکی میاد تو مهرآباد میشینه، ما یه لندنی میریم، فرانکفورتی میریم، چه بدونم آمریکایی میریم، اینا داریم دارن دنیا میگن آ ای 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 ایران ای ایران این زمزمه داره میاد. کی رو الان چیکار میکنه؟ انقلاب سفید را میندازه. چرا؟ نصف جمعیت که تو چرت کاری از دستش بر نمیاد، یعنی دستشو بسته شیعه، قانون اسلام، قانون شرع، زنای ایرانی رو میکشه میره تو بازی. آقا بله انقلاب سفید چیز کنی، این یعنی لگن فروش شد دوزا انقلاب سفیدی در راست میشین سر جا مجبوری مگه انقدر به خودت فشار بیاری لبو. حضور شما عرض کنم که انقلاب سفید رو را میندازن، انقلاب شکومند سفید شاه و مردم چی میشه؟ به بانوان اجازه فعالیت و انتخابات داده میشه و زن ایرانی وارد یه مرحله جدید میشه و زنان ایران هم چقدر سریع پاسخ دادن، اصلا تشنه این جریان بودن. یه زیربنایی هم رضا شاه از قبل داده بود و بانوان ایران وارد، هم مادرای ما، مادر بزرگای ما وارد میدون چیز میشه، کارزار میشن، تو ورزش، تو هنر، تو منشی میشن، نمیدونم تو ارتش میرن، یا روش میکنن تا به جایی که میرسن به عنوان سفیر، به عنوان تیمسار زن ما داشتیم، خلبان میشن، مجلس میرن، مجلس سنا میرن، سناتور میشن، پزشک میشن، استاد دانشگاه میشن، هر کاری مردا میکنن زنها میکنن در تمام زمینه ها و افتخار آفرینان ایران در تمام زمینه ها میشه. خب کی مخالفت باید بکنه؟ آخوند. آخوند پشتش کی خوابیده؟ انگلیس. رهبرش کی؟ خمینی. چرا؟ چون 20 سال پیش باهاش نشستن چرکر انداختن، فلان روز در فلان بخش موتور بیدارت میکنیم، یه دو سه تا زر و زور هم کرده بوده، یه ذره من خوش سر صدا راه میندازه من که مبادکار در قم مونتا شاه هنوز جوونه، هنوز رادیو اکتیویش نکردن، هنوز مریضش نکردن، هنوز نزدن دل رودشو میکروبی کنن، ارتش پشتشه، هنوز خائنین خودشونو نشون ندادن، زیر قدرت شاه خفقون مرد گرفتن، داشتیم خائن داشتیم ولی هنوز چیز بود، تعداد میهن پرستا بیشتر بود، دو تا کشیده بود، دو تا پسه گردنی از طرف شهرمانی بهش میخوره، چون اصلا دردی نبود که ارتش وارد کارزا بشه، یه زم شلوغ پلوغ میکنن تو شیراز و اصفهان و قم و تهران و یه چهار تا لات و لوت و این چیزا لاشخورایی که مال بازار بودن و نمیدونم طیب حاج رضایی و اون یکی نمیدونم رمزو یخی و نه همین عرازل و اوباش برادران هفت کچلو اینا میریزن میان بازار رو بریزن به همون فلا اینا جمع جورشون میکنن و پدر پدر صحبهشون در میره میچپونشون تو هلفتونی و این مردی که احمق رو هم زندانش میکنن ولش میکنن بازم میاد یابو برش میاد با یه کشیده دربیرش میکنن به ترکیه. سفیر انگلیس در تهران میره پیش محمد رضا شاه پهلوی خواهش میکنه که این مردی که از تو ترکیه دربیرش کنیم به عراق. یک، به تو چه مربوطه بی پدر و مادر؟ تو سفیر انگلیس در تهرانی، به تو چه مربوطه که خمینی رو باید از ترکیه دربیر کنن به عراق؟ دلیل چی بوده؟ گناه داره شیعه است، آخونده تو ترکیه اینا لایک هم نمیتونه لباس آخوندی تنش بکنه اینا. شام یه آدم واقعا میگم بزرگترین اشتباه این خدا بیاموز در رحمیش بود، گور پدرتون مثلا عددی نیستش اینا. خود چون اصلا عرضه جا نمیتونست تصور بکنه یه روزی بخواد بید اینطوری دنیای احمق بخواد رو خمینی سرمایه گذاری کنه. خاک بر اون سرت کنه، جیمی کار داره بیشو و این بیشو رو تعویدش میکنم به عراق. مملکت ساکت میشه و شام پار رو میذاره رو گاز و حالا میسازن، حالا برو بریم واسه ساختن. بعد چند سال بعدم تاجگذاری میکنه، خودش اعلام میکنه خودشون که آقا چرا دیر شما تاجگذاری کردید؟ ایشون میفهمن که خب برای من افتخاری نبود برای مش ملت فقیر بخوام حکومت بکنم، حالا خوبه اوضاع خوبه، الان
یه رخت و لباسی تن مردم اومده، چهار تا میدونی داریم، چهار تا خیابون، هنوز کافی نیست، ما کاری نکردیم، ولی به هر حال اون چیزی که شهریور 1320 بودیم الان دیگه اون نیستیم. راضی ام که نشستم این تاج و گوشم رو سرم. حالا من میتونم با افتخار بگم من شاهنشاه ایرانم، اما موقع بفهم شاهنشاه کجام؟ شاهنشاه کشور اشغال شده؟ شاهنشاهی که ارز لیاقت نداره مملکتش نفت خودش مال خودش بکنه، حالا میره وارد گفتگو میشه با نفتی ها. یا حالا بیا اینجا، حالا به مصدقی ها که بعد به خیلی از نزدیکان علازت خب مثلا انتقاد میگن آقا چلی مصدقی رو اعدام نکنم، یا آه بنی این اعدامشون نکنم، حالا بشنن نگاه کنن تا بهشون یاد بدم مملکت داری یعنی چی. حالا به امریکایی ها میگه حالا بیا اینجا، خب آقا شما جنس تو به من چقدر میفروختی؟ از سال 1346-47 شروع میشی، ما از شما یه قطعه مثلا قطعه میاد یه هواپیما، ما از شما یه هواپیما میخوادیم مثلا 100 میلیون دلار 1955، الان مثلا 1965 شما اونو داریم من مثلا 200 میلیون دلار، درسته؟ بله. چرا؟ یا قطعات گرونشو به کارگر گرونشو حرف منده. خیلی من اون موقع نفتمو به شما چقدر میدادم؟ 7 دلار، درسته؟ آره. حالا من اون نفتو بهت میدم 21 دلار، چرا؟ تو خریدی 3 برابر، من میگم 3 برابر، پس من کجا میام پول بهت بدم؟ حرف منطقی جواب نداره. اونا میرن چیکار میکنن؟ میگن باشه یه خب نفتو تو بر بالا. وقتی نفتو میبری بالا چی میشه؟ کشورهای نفتو میگن ای ایران چرا اینقدر داره سریع پیشرفت میکنه؟ آها چرا عربا میان ایران؟ آها چرا پیشرفت سریع میکنه؟ میگه آها این نفت احتیاج به یه محافظ داره. محافظ یه سازمانه، یه سازمان جهانی نفت ما میخوایم. این سازمان جهانی نفت باید تأسیس بشه، درست بشه، تمیز بشه. وقتی تمیز شد حرف هممون یکی باشه. قطر میده نفتشو مثلا بشکه 12 سنت، عراق میده 2 دلار، اون یکی میده 6 دلار، من میدم 40 دلار. خب نمیشه اینطوری. خب طبیعتا مشتری میره پیش کی؟ مشتری میره پیش اونی که از همه ارزان‌تر میده. پس ما باید حرف اون یکی باشه. چه شاه دست رو میذاره روی نبض جهان، یعنی رو چی؟ یعنی رو نبض. جناب مهندس خواهش میکنم ازتون شماره 3 رو لطف بفرمایید، نگاه کنید برام که کار به چه پیشرفتی میرسه با این نفت. ایران در طی تاریخ چند هزار سالش بارها قلمرو سم ستوران دیگر لشکریان قرار گرفت، ولی ایرانی هرگز تن به مستعمره شدن نداد. موردی که همواره باید به آن به دیده تمجید از تاریخ گذشتهش نگریسته شود. ایران امروز، شرکت زنان در مراسم و بازی‌های ورزشی به عنوان سمبل انقلاب سفید علیه تاریخ فکری و آداب و سنن توخالی. ایران امروز، دستاویز انقلاب، انقلابی که برای کشتار و برخوردهای طبقاتی اهمیتی قائل نیست، به هدف رسیدن انقلاب و غرق شدن ایران در جامعه جدید، همه و همه بستگی به ایرانی و نسل جوان ایران دارد. میشه کار به اینجا میکشه، دختر و پسر داره نشون میده ما هم بلدیم تفریح کنیم، ما هم بلدیم بریم دانشگاه، ما هم بلدیم ورزش کنیم، ما هم بلدیم زندگی کنیم، منتها کسی نیومده به ما این بلد بودن یاد بده، شاه اومده به ما یاد داده. انگلیس میگه آی 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 آی، این داره ملت رو بیدار میکنه.
آمریکا حواست باشه این داره زیر پوستی بعد بلای سرت میاره. رفته 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 نظر آمریکایی‌ها رو نسبت به شاه چیکار میکنن؟ بد میکنن. چون انگلیسا در موزیگری نظیر ندارن تو دنیا، نظیر ندارن. تا زهرشون رو بهت نریزن ولت نمیکنن، ولی با حالت دوستانه، دوستی دوستی دشمنی باهات میکنن. خیلی پدر سوختن، تکن تو پدر سوختگی تو دنیا، تکن واقعا جدا. چرچیل حرف قشنگی زد، گفت وقتی میگید انگلیس یعنی سیاست، اگر انگلیس نباشه یعنی سیاست نیست. راست میگه واقعا. یه روز اگر انگلستان نباشه در دنیا چیزی به اسم سیاست پلیتیک دیگه اصلا این لغت معنا نداره. مثل که مثلا شما میگی روسیه یعنی قلدری، یعنی باجخوری، لاتبازی. شما وقتی میگی امریکا یعنی اون زیبایی و اون تکنولوژی و اون پیشرفت. شما وقتی میگی آلمان یاد یه قدرت اقتصادی، میگی ژاپن یاد یه قدرت اقتصادی میفته. هر کدوم واقعا یه تعریف خاصی دارن. و انگلیس یعنی سیاست. اصلا شما واقعا نگاه، خود انگلیسا میگن، میگن ما هیچ چی نداریم تو کشورمون، از نظر خوراک، از نظر پوشاک، از نظر منابع زیرزمینی، هیچی ما نداریم، ولی همه چی داریم. شما تو بازار انگلیس برو تو فروشگاهاش، از تمام میوه‌هایی که در جنوب کشورهای جنوبی هست تا تمام میوه‌هایی که در کشور شمالی هست، سبزیجات، گوشت، مرغ، ماهی، برنج، هر چی که در دنیا در حال بخور بخوره، از توی دریا تا تو آسمون تا تو زیرزمین، همه تو فروشگاهش هست. یعنی هیچ کمبودی نیست. از کجا میادین؟ این از بالاخونهشون میاد. بالاخونه رو اجاره ندادن. به وسیله بالاخونهشون، یعنی مخشون، تمام دنیا تحت کنترلشونه. و حقیقتا میگم نوش جونشون، چون نون مغزشون رو میخورن. خب شانشار یا مهر وقتی که میاد میرسه به 1351. حالا من لابلا اینا دیگه نمیخوام توضیح بدم، ترورش کردن، بمب سر گذاشتن جلو پاش، تو استادیو میخواستن بکشنش، تو خیابون میخواستن بکشنش، بچه‌شو همین شکو بچه دو زن این یارو اسمال بزاز، بچه‌شو میخواستن بکشن، به سیاه کلمله کردن، فدایان اسلام از میدان سازمان تروریستی مجاهدین اومد، سازمان تروریستی مجاهدین همکاری کرد با چریکای فدای خلق روسیه، توده یا نفوذ کردن، یارو شد خواننده گفت برادر خیلی حالم گرفته است، اون یکی گفت قیصر کجای فرمان کجای داشت و کشتن، اون یکی گفت پاش بیا، اون یکی گفت پاشو برو، اون یکی گفت فلان، همینطوری دارن ضربه رو میزنن. اون یکی شد پرویز قلیچخانی اومد گفت من از میخواهم با خلقم فوتبال بازی کنم، اون یکی گفت من از مولایم علی به مارکس رسیدم، من برای جون خودم چونه نمیذارم، برای خلقم. اینا رو هم داشته باشید ها، این موی دماغ هم داشته باشی، مثل این لگن فروش دود که شده موی دماغ مشروط قاب. خب شاهنشاه با سرعت کار رو ادامه میده. چرا؟ چون کاملا مسلط شده بر اوضاع، مطمئن این ملت دیگه باج به آخون نمیده. تمام ترسش از شورویه، یعنی طوری فضا درست شده در داخل کشور از طریق مشاورین خارجی، چون مشاور خارجی داشته صحبت میکرده با سفیر انگلیس، با سفیر شام، بدون اجازه سفرای انگلیس و آمریکا حرف نمیزد. خفه ببین مردشون رو لب لوچت رو ببرم شطور، این شطور رو بزق رو با هم قاطی کنی ببین چی ازش میاد بیرون، میشه حسن صدق. خب در اوج زیباییش، خدا شاهد، شاهنشاه با سفرای انگلیس و امریکا و دیگه فرانسه و آلمان بله باید گفتگو میکرده، دعوتشون میکرده بودا به این سفیر بیان درجه اوضاع جهان. شخصیت بزرگی بود، چرتلی آقا که نبود، کودتای سوریه و عراق که نبود، 5 سال بخواد بهش اونجا حکومت کنه. شاه شاهان بود، خدایگان بود، بی بدیل بود، بی نظیر بود تو دنیا، یکی از قوی ترین سیاست مداران قرن 20 بود. خود دنیا از آقای ترامپ میدونه تا طبیله شماره ده، از پوتین میدونه تا طبیلهی که بهش میگن کاخ الیزه، از این مرکل بیشور بیسواد درب داغون لگن فروش آلمانی میدونه، اینم لگن فروشه، تا بقیه جهان، تا اون چینی های نمیدونم نظر تنگ، همه میدونن که شاه چه شخصیت بزرگی بود، الا ملت نگونبخت ایران در سال 57 که دیر روزاریمون افتاد. حالا بریم شماره 5 رو نگاه کنیم. جناب مهندس خواهش میکنم، نه عذر میخوام، شماره 4 رو نگاه کنید. حالا پس از جشن‌های 2500 ساله که دیگه زد تو دک و پوز دنیا، که بعد از کنگره وین در 1800 نمیدونم چند، یا خاطرم نیست، تنها کشوری که در دنیا تا همین امروز و تا همین لحظه، تنها کشوری که این همه آدم آورد زیر چادر جمع کرد وسط بر بیابون، دولت شاهنشاهی ایران به رهبری آریامهر بزرگ بود.
این افتخار تا ابد برای ملت ایران مون. بعد یه مش چلغوز رفتم بالا منبر مثل اون کافی میگفت کوروش آسوده بخواد تخمق شده دونه 2000. حالا خوب خوشم گفت دونه 2000 دو تا یه قرونی تخمه ما دستگه دروغ هم میگفت. خب بعد سایر عرازل اوباش که آقا پول ملت گرسنه ایران رو رفته داده به جشن که یک قرون از دستگاه حاکمیت از توی کاسه دولت نیومد برای اون جشن ها، همه پولا رو بازاریا دادن که چی سرمایه گذاری کردن که خارجی بیان ایران بفهمن ایران چیه. یارو که اومد مثلا 5 میلیون دلار گذاشت، 2 میلیون دلار داد، 1 میلیون دلار، 300 هزار دلار، حالا هرچی سرمایه گذاری کرد برای اون جشن ها، سه برابر اون پول رو برد، سه برابر اون پول رو برد. قبل از اینکه جناب مهندس لطف کنه من اسامی چند تا دوستا رو بگم. آقای مازیار ساکرامنتو 50 دلار سپاس از شما، خانم ماندانا 50 دلار سپاس از شما، و آقای اسد هم از آلمان 25 دلار بی‌نهایت از شما عزیزان سپاسگزارم. جناب مهندس لطف بفرمایید شماره 4 رو که همینان عزیز جوان ها نگاه کنن ببینن به چه پیشرفتی ما رسیدیم، از کجا به کجا رسیدیم. هر دقیق شویم ایران نیز همانند دیگر کشورهای در حال توسعه پیشرفت خود را مدیون قدرتش می باشد. غرب حال از مجهز شدن نیروی نظامی ایران و قدرت خارق‌العاده آن به وحشت افتاده و این تنها راه و چاره برای ایرانیان است، چون در طی تاریخ همواره با خطر حمله خارجی روبرو بودند. L'Iran a toujours été exposé sans défense aux agressions étrangères. Le Shah. در اینجا شاه به همراه پرزیدنت انور سادات، شاه به اهمیت برخورداری از یک ارتش قوی واقف گردیده. نیروی نظامی ایران باید از امنیت آبهای خلیج فارس حراست کامل کند، چرا که از طریق این آبران روزانه نیمی از نفت مورد استفاده اروپا، 80% از نفت آفریقا، 90% از نفت ژاپن و 60% از نفت استرالیا صادر می گردد. اگر تنها یک نفت کش در تنگه هرمز غرق شود به منزله قطع شریان حیاتی دنیای غرب است که مورد مرگ و زندگی را برای آنها پیش می آورد. Dans le détroit d'Hormuz et cette ligne vitale du monde libre pourrait être coupée. Le pétrole base de la درآمد و ثروت ایران. با بالا رفتن سطح درآمد نفت، توقعات جدید در جهت گسترش دامنه پیشرفت کشور نمایان می‌گردد و به موازات آن خطرات جدید. به راستی که قصه نفت کلاف پیچیده است. با چنین مقدار استخراج روزانه منابع نفتی ایران فقط کفاف 20 تا 30 سال آینده را می‌نماید، موردی که شاه را در به ثمر رساندن برنامه‌های عمرانی عظیم و جاه طلبانه‌اش به تعجیل وامی‌دارد. آیا ایران به واقع توانسته که از قرون وسطا با یک جهش سریع خود را به تمدن غرب وسطا برساند و آیا در این راه به موانعی هم برخورد نموده؟ مسلما در چنین موقعیتی که شاه می‌خواست به تمامی هدفهای کم جانبهاش برسد، عدم موفقیت در بعضی از جوانب غیر قابل انکار است. شاه انگیزه این شتاب را در یکی از نطق‌هایش برای کارگران چنین بیان می‌کند: در 30 سال آینده صنعت و صادرات ایران باید با دیگر کشورهای پیشرفته رقابت کند. در غیر این صورت مسلما ما به زودی از سطح فعلی نیز به مرحله پایین‌تری سقوط خواهیم کرد. اشتباهات برنامه ریزان ناوارد، کمبود بندر به نسبت واردات و صادرات دریایی، جاده های کم کشش به نسبت مقدار رفت آمد، کالاهایی که به صورت غیر معمول و رو اصول انبارداری نمی شوند، تمام مسائل فوق ضرر و زیانی است که کشور باید جهت جهش سریعش بپردازد. اولین سانسورهای اتمی به منظور جایگزین نمودن نیروی اتم در ایران با آینده ای بدون نفت به دست فرانسوی ها و آلمانی ها ساخته می شود. روس ها در مقابل دریافت گاز کارخانه ذوب آهن را می سازند. ایران صاحب یکی از بزرگترین منابع گاز، زغال و دیگر منابع زیرزمینی است. کارخانه های مونتاژ جوابگوی نیاز کشور می باشند.
تمام پروژه های عظیم همواره به نیروی کار بیشتری نیاز دارند و برای پر کردن این خلا این بار نیز نگاه ها به سمت زنان ایرانی معطوف می شود. مسلما حقوق و مزایای بخش صنعتی به راحتی آنها را جذب بازار کار می کند و بالاخره طبق ضوابط اقتصادی وقتی که با چنین سرعتی سرمایه به صورت سیل به جامعه سرازیر می گردد بازدهی به جز تورم به بار نمی آورد. تورم به مرز 20% میرسد ولی دستمزدها باز هم بالاتر میروند. تمامی بازسازی اجتماعی زاده انقلاب شاه و مردم است. شاه به کارگران بخش صنعتی چنین میگوید: برای بار دوم در بزرگداشت امروز برای دومین بار برای بزرگداشت روز کارگر من با شما هستم. یکی دیگر از اصول انقلاب سفید سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات است و به این ترتیب همساله 49% از کل سود کارخانجات در بین کارگران و کارمندان همان کارخانجات تقسیم می‌گردد. طی یک مراسم رسمی رضا پهلوی ولایت عهد ایران از همافران قدردانی می‌کند. چه فردایی در انتظار ایران است؟ آیا ممکن است که در طی دوران کوتاه هی بتوان تمام روابط و سنن دیرینه را تغییر داد؟ به نسبت دیگر کشورهای مترقی در جهت منافع ملی نظریات شاه همواره با بهترین نتایج ممکنه همراه بوده. آیا راه حل هایی که جهت ترقی و بازسازی در ایران ارائه شد می تواند به عنوان سرمشقی برای دیگر ممالک مورد استفاده قرار گیرد؟ به راستی که ترقیات انجام شده باعث حیرت است ولی هنوز برای رسیدن به مقصود نهایی راهی طولانی در پیش دارد. Ce qui s'est fait jusqu'ici est étonnant, mais les tâches qui restent à accomplir sont gigantesques. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. ملاحظه فرمودید خانم آقایون، خیلی حرف زیاده. وقتمون هم دیگه داره تموم میشه. حضور شما عرض کنم که فقط در پایان یک مطلبی رو عرض کنم. خیلی حرفا مونده، اونم حالا دوشنبه میام میگیم هر روز برای متولد حضرت. اولا فردا یادتون نره بچه ها از داخل کشور خارج از کشور خانم آقایون زنگ بزنید، خیلی زنگ بزنید، خیلی زنگ بزنید که این جا دیگه اصلا کار بکشه به که به کار به 30 ثانیه 20 ثانیه بکشه دیگه. و بعد سپاسگزاری باید بکنیم از اون خدا بیامرز، اون رحمتشون کنیم، روح شاد، روان شاد. برامون فیلم درست میکردن صمد در به در میشود و اصلاحات ارضی رو به مسخره میگرفتن، بعد با کوچلی میشستن پیاز میخوردن، میگفت پیاز بخور پیاز گیر نمیاد، یعنی ملت ایران به پیاز خوری افتاده و از پشت پنجره شاهد خوردن چلو کباب دیگران بودن. این کارا درست نبود، شبکه صفر درست نبود، آقای مربوطه درست نبود، سریال طلاق درست نبود. من بچه اون نسلم، شما منو بدبخت کردید، من حقم انتقاد کنم، خودتونم بدبخت شد. حداقل هرچه بود تو خونمون بودیم، اگه دلمون برای شقایقم تنگ میشد تو خونه خودمون بودیم، اگه دنبال زندونی میگشتیم تو خونه خودمون بودیم، حتی میخواستیم نون و پیازم بخوریم تو خونه خودمون بودیم. اینطوری تو دنیا آواره نمیشدیم که از دل این جریان این آشغالا به عنوان اپوزیسیون بزنن بیرون. درست میگم؟ من نمیگم مغرض بودید، نمیگم خائن بودید، ولی واقعا بی سواد بود. به اسم روشن فکر حداقل بیاید و این و اقرار بکنید که اشتباه کردید، خیلی اشتباه کردید. خون تمام این بچه ها به گردنتون، 40 سال فقر، 40 سال زجر و زندان و شکنجه و اعدام، 40 سال خوردن آشغال تو آشغالدونی، اینا به گردنتونه که حالا خودتون تو لس آنجلس و این ور اونور نشستین و تو ویلاهاتون دارین زندگی میکنین. حقتونه، هنرمند بودید، دوش جونتون، ولی حقتون نبود کشور ما رو آتیش بزنید. ملت بزرگ ایران، نوجوانان و جوانان، داستان راجب محمد رضا شاه پهلوی خیلی زیاده، راجب اون خدا بیامرز. اون خدا بیامرز هیچ آرزویی نداشت، هیچ توقعی نداشت، هیچی نمیخواست جز سربلندی کشورش و سعادتمند بودن ملتش. شاه عاشق ایران و عاشق ملتش بود، این تنها جرم شاه بود.
شاه مجرم بود چون عاشق بود. آخه همه آدم های عاشق مجرم هم. و شاه هم جز این مجرمین بود. روان شاد، یادش گرامی و راهش ادامه باد. تولدش هم مبارک. غیرت بکنیم که تولد 101 سالش رو تو ایران بگیم. بیاید به خودمون قول بدیم و تمام کنیم این قصه مردم فریب. یک بار دیگه از سوی خودم به ملت و از سوی ملت بزرگ ایران، پیشگاه اولیاعظم شهبانو فرح پهلوی، ملکه مشرق زمین، مادر ایران زمین، اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم، و حتما اینم بگم به همه نظامیان، به ویژه نظامیان که خیلی زجر کشیدن. هیچ گروهی در ایران در طی این 40 سال به اندازه نظامیان ایرانی اینقدر مورد ظلم قرار نگیره. خیلی بهشون ظلم شد. بعضی موقع من میگم نفرین اون نظامیان ملت ایران رو گرفت، اگر نگیم نفرین خاندان پهلوی، پاسبونا، سربازا، درجدارا، افسرا، سرنگا، امیرا، اینا خیلی خدمت کردن به کشورم. تو بر بیابون، تو کوه جمع نخوابیدن تا ما راحت بخوابیم. خجسته باد عرض میکنم تولد شاهنشاه آریامهر. هممون با هم همقسم بشیم که پسرشو برمیگردونیم ایران. این حد اقل ترین کاریه که میتونیم بکنیم از زیر دین اون خدا بیاموز بیم بیرون. حد اقل ترین کاریه که بگیم بالاخره از زیر دینش اومدیم بیرون. پیکرشو بذاریم رو دوشمون. نه باید تو قاهره بمونه. تا اون پیکر نیاد تو ایران کنار پدرش و تمیز شیک با کلاس، یک بارگاه شیک، یک آرامگاه شیک واسش نزنیم، به خداوندی خدا همینطوری ما آواره میشیم، همینطوری هم آواره میمونیم. بچه‌مون هم باید سر صدل آشار از بخورن، رحممون رو بفوشیم، کلیه‌مون رو بفوشیم. دست بنده خدا رو قطع کنم واسه اینکه سر رفته دوزی کرده، واسه شیکمش دیگه، واسه اینکه نبوده که چش مردم رو کور کنم، بچه‌های مردم اسید بزنم صورتشون، به دخترها به سر تجاوز کنم. بچه‌ها برگردونید پیکر شاهنشاه رو، اون خدا بیامرز روحش سرگردون. گوش کنید من بهتون چی میگم، گوش کنید. خدا روش رو از ما برگردونده، خدا قهرش اومده از ما. ما به خدای ایران بد کردیم، خیلی ما خدمت کرد، خیلی زحمت کشید، خیلی زحمت کشید. خدایش بیامرز. از همه تو سپاسگزارم، از آقای مازیار از ساکرامنتو 50 دلار سپاسگزارم، از سرکار بانو ماندانا 50 دلار سپاسگزارم، آقای اسدم از آلمان 25 دلار سپاسگزارم، از جناب مهندس سیاوش گرامی هم سپاسگزارم. بازم تبریک میگم و زنده یاد شاهتوق اشرف پهلوی رو که خواهش میکنم از جناب آقای مهندس لطف بکنن شماره 6 رو پخش بکنن و بعدش هم ترانه با صدای دلنشین و ملکوتی ستار هنرمند بزرگ کشورمون رو تقدیم میکنیم به من خودم تقدیمش میکنم به آریامهر بزرگ از سوی همه عاشقان ایران. شاد و پیروز باشید. فردا شب گوش میکنیم به فرمایشات ملت ایران از داخل و خارج از کشور. تا دوشنبه که در خدمتتون خواهیم بود. پاینده باد ایران. جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. آریامهر برت میگردونیم، به روح پدر مادرم برت میگردونیم. پاینده ایران جاوید شاه. تا دوشنبه شاد و پیروز باشید.
Thank you.